غیر از خدا هیچ کس نبود نوشته محمد علی جمالزاده دو آتشه قسمت اول رجزخانی میرزا ابو تراب از آن وطن پرست های دو است که امثال و نظایرش تنها در ممالکی پیدا می شود که تمدن بازستانی دارند و هنوز از ترقیات محیرالعقول تکنیک نصیب کافی نبردهاند. موقعی بود که به موجب قانون هر کسی باید نام خانوادگی داشته باشد. میرزا ابو طرا میهن را انتخاب کرد و همه گفتند حقا که اسم با مسمایی است. وقتی دارای فرزند شد، اسم فرزند اولش را که پسر بود میهن و اسم فرزند دوم را که دختر بود ایران گذاشت. و همه منتظر بودیم ببینیم اگر دارای فرزند دیگری بشود چه اسمی به او خواهد داد همیشه می گفت آرزویم این است که جان خود و فرزندانم را در راه وطن عزیز فدا نمایم و کار را به جایی رسانید که خود من روزی به او گفتم رفیق مثل این است که دلت می خواهد جنگی به میان بیاید تا ولو به ضرر ملک و ملت هم باشد بتوانی در میدان نبرد خودی بنمایی و به قول خودت درس جانبازی به هموطنان بدهی به گوش خود شنیدم که می گفت حاضرم تمام اهل ایران از کوچک و بزرگ و زن و مرد هلاک شوند به شرط آنکه یک وجب از خاک مقدس این سرزمین کاسته نشود می گفت به شیخ سعدی ایراد دارم که چرا گفته سعدی ها حب وطن گرچه حدیثی است درست نتوان مرد به سختی که من آنجا زادم و همچنین تنها این کلام بلند پایه ی حضرت رسول اکرم را که فرموده حب الوطن من ال ایمان دلیل بر حقانیت کیش اسلام میدانست. روزی یک نفر از دوستان به او گفت پس درباره این بیت معروف که وطن آنجاز کازاری نباشد چه میگویی؟ گفت کاملا برخلاف حقیقت است. چون وطن همان جایی است که انسان در آنجا آزار ببیند و مرارت و سختی بکشد و مرد وطن کسی است که چنین آزار و اذیتی را به جان بخرد و نیش وطن را به نوش بیگانه و اجنبی ترجیح بدهد خلصان که میرزا ابوتراب آدم وطن پرستی بود و وطن را از هر چیز دیگر بیشتر دوست می داشت و معتقد بود که اگر در تمام عالم کسی را بتوان کافر خواند همانا کسی است که اعتقاد به وطن و به وطن پرستی نداشته باشد و به سراحت می گفت که من دوزد آدمکش را اگر وطن پرست باشد به مؤمن و مسلمانی که وطن پرست نباشد هزار بار ترجیح می دهم چو ایران نباشد تن من مباد ورد زبانش بود و رسما می گفت به شرطی که ایران ما پایدار بماند برای من هیچ فرقی نمی کند که دنیا خراب باشد یا آباد ما فرزند این مرز و بومیم و ما را با ما جهان جهانیان سر و کاری نیست چون آدم یک دنده و لجوجی هم بود و در هر موقع تا حرفش را به کرسی نمی نشانی دست بردار نبود مباحثه با او فایده نداشت و مشت به آهن کوبیدن بود می گفت مرد آن است که در هر کاری ثبات قدم داشته باشد و مانند بید به هر بادی نلرزد و در این راه و رویه کار را به جایی رسانیده بود که دوستان دستش میانداختند میگفتند فلانی حاضر نیست از عقیده آبا و اجدادی خود که معتقد بودند زمین ساکن است و خورشید به دوران آن میچرخد دست بردارد با اوقات تلخی جواب میداد که شما میخواهید دمدمی مزاج و سست عقیده و لینالعریکه زیرنویس هرچند میرزا ابو تراب سوادش نم برداشته کمیتش در عربیت لنگ بود ولی هر وقت پایش میافتاد اصراری داشت که آنچه را از عربی میدانست به کار بیاندازد دنبالی مرد، و سنگزن کاشان و بوجار لنجان باشید مختارید و خود دانید اما من هیچ حاضر نیستم که بیجهت مدام تغییر عقیده بدهم می گفت مگر انسان مجبور است هر آنچه یک نفر به اسم اینکه عالم است و کتاب نوشته و با دلیل منطقی و براهین ریاضی به اثبات رسانیده قبول نماید خداوند به من چشم و گوش داده که بیچون و چرا حرف انشتن را قبول نکنم هزاران سال است که آبا و اجداد من و خودم دیده این که خورشید دور زمین میگردد برای چه باید یک دفعه تغییر عقیده بدهیم و چون دیگران میگویند که زمین به دور خورشید میگردد ما هم بگوییم صدقنا و هم زبان جمع بشویم برای میهنخواه به طوری که مولای درزش نمیرفت محقق و مسلم بود که بزرگترین و جامعترین کتابخانه دنیا اول در استخر بود که اسکندر آتش زد و دوم در مداین که به دست عرب ها نیست و نابود گردید وقتی به او میتاختیم که آخر رفیق این اسکندری که به عقیده تو ایرانی اصل بود چرا کتاب هایی رو که تعلق به اجداد و نیاکانش داشت آتش زد به ونگ و ونگ میافتاد و اوقاتش تلخ میشد و بنای مقالطه را میگذاشت به او میگفتیم اگر به عقیده تو کتابخانه مداین حتی در باب فیزیک و شیمی و مکانیک و ریاضیات و هندسه و حیوان شناسی و گیاه شناسی و منطق و حکمت و زبان شناسی و طب و تاریخ و جغرافیا و غیره دارای کتابهای متعدد و معتبری بود چطور شد پس از آنکه سوخت و از میان رفت هیچ نسخه دیگری از آن همه کتاب در جای دیگر از دنیا چه خود ایران و چه خارج از ایران باقی نمانده است می گفت اولا نسخه های این کتاب های خطی همه منحصر به فرد بود و از طرف معلفین به پادشاه ایران تقدیم و اهدا شده بود و ثانیا اگر احیانا نسخه دیگری از آنها وجود داشت یا به دست عدوان دشمنان ایران از میان رفت و یا آنکه صاحبانشان از ترس دشمن آنها را چنان پنهان می‌داشتند که پس از آنها دیگر هرگز به دست نیامده و امید هست که باز روزی مکشوف کردیده بر افتخارات ما بیافزاید. وقتی به او می گفتیم آخر پس منطق کجا می رود می گفت هر جا می خواهد برود از کجا که فردا راهش را عوض نکند و باز نخواهد راه تازه جلوی پای مخلوق و بیچاره بگذارد مگر من نوکر منطقم خداوند به من عقل و تمیز داده و تا دنیا دنیا بوده گفتند حرف مرد با یدکی باشد و هر روز تغییر عقیده ندهد و با ثبات قدم در مقابل هر بدعتی مثل کوه استقامت داشته باشد نه آنکه مثل فرفر مدام بچرخد و این طرف و آن طرف برود و هیچ نداند که چه میخواهد و به کجا می رود میهنخواه در نتیجه این طرز فکر و اخلاق چه بسا مورد تختعه و استهزاء دوستان واقع میگردید. ولی چون به مرور ایام دستگیرمان شده بود که مباحثه و یک دو کردن با او بیفایده است و به هیچ وجه مو لای درز عقیده و افکار او نمی رود و عقیده از سلابت سنگ خارا را دارد دیگر کمتر پاپه او می شدیم. و همین قدر بود که گاهی سر به سرش میگذاشتیم و لغز برایش میخواندیم و گفتارش را اسباب خنده و تفریح قرار میدادیم همه را میفهمید و به روی بزرگواری خود نمیآورد وزیر وزیر سیبیلی در میکرد و میگفت دلتان را به همین خوش کنید که مدام مانند بوغلمون رنگ عوض کنید و امروز مستبد و فرد و مشروط طلب و شنبه دموکرات و دوشنبه اعتدالی باشید بدون که از این همه رنگ و بارنگ شدن خجالت بکشید، در صورتی که من با خود و با وجدان خود شرط کرده ام که همانی باشم که هستم، و چنان بمانم که بوده ام و وجدان خود را با این لعابهای رنگ رنگ آلوده و لکهدار نسازم. از میان رفقا کسی که بیشتر سر به سر میهنخواه میگذاشت، میرزا مختار زلفنون بود که مرد کتابخوان و با اطلاعی بود، و چون اساسا از شوخی و مزاح کیف وافر می برد، به محض اینکه میدانی می و دو به دستش می افتاد، به جان میهنخواه می‌افتاد، و آن وقت بود که مرکه برپا می گردید و دیگر بیا و ببین که گفتگوی این دو نفر به کجاها که نمی کشید فریاد میهنخواه بلند می شد که آخر برادر چرا پلکت به من گرفته و دست از سرم بر نمی داری؟ زولفونل میگفت آخه دلم به حالت میسوزه و به شرط رفاقت عمل میکنم میهن خواه آتشی میشد و صدایش بلندتر میگردید و میگفت آخه لکم دین کم دینی من اگر نیکم و اگر بد تو برو خود را باش روز قیامت که تو به جای من جواب خدا را نخواهی داد به تو چه که من سفید را سیاه میبینم و تلخ در مزاقم شیرین میآید مردم آزادم ولی زلفونون دست بردار نبود و میگفت آخه ما هم با هم دوست و رفیقیم و صد بار نان و نمکت رو چشیده ایم و شرط آدمیت نیست که اگر بنده خدایی به راه غلط می رود و دارد در چاه و چاله می افتد دستش را نگیریم و تو راه راست نیندازیم میهنخواه جلو خند را ول میداد و میگفت قربان آقا حالا این دکوپوز و مدعی است که راه راست را تشخیص داده است و دلش به حال بندگان خدا می سوزد قافل از اینکه تشخیص راه با چشمه کور مکوری کار حضرت فیل است زلفونون می گفت آخه مرد حسابی چطور دلم به حالت نسوزه که هنوز به پیشدادیان و کیانیان معتقدی و به سر حضرت کیومرز قسم میخوری و خودم شنیدم که میگفتی هرچه از این فرنگی ها در باب می میگویند و مینویسند مجعول و بی اساس و مندر درآوردی است میانخوا از کره در میرفت و با گردن برافراشته نعره میکشید که البته که از من در آوردی و سر تا پا دروغ و یک پارچه ساختگی است و به یک پول سیاه نمی ارزد و تنها اشخاص سادلو و بیخبری مانند تو این عراجیف را باور می کنند من افتخار دارم که به همان عقیده نیاکان و اجدادی خود باقی ماندم و یک کلمه فردوسی توسی را به هزار جلد کتاب های این مورخین کار نجف ترجیح می دهم پادشاهان ما جمشید و تحمورس و گرشاسه بودند که ایرانیت از همان اسمشان می ترابد. نه این پادشاهان قلابی از قبیل خشایارشا و اگزرسس که زهره انسان از شنیدن همین اسمای عجیب و غریبشان می ترکد. همه میخندیدیم و خنده ما نفتی بود که بر آتش هیجان میهن پاشیده میشد و یک صدا به او تاخته میگفتیم گفتیم واقعا دیوانه شده اید. پس یک باره بگو این تاریخی که امروز در تمام مدارس دنیا درس میدهند دروغ است و دو سه هزار سال قبل از به وجود آمدن ایران قوم سومری وجود نداشته و دارای تمدنی قدیمی تر از تمدن ما نبوده است. میهن خواه در حالی که پشت سر هم دو فوار دود از دودکش دماغ بیرون میانداخت میگفت مسلم است که منکر تمامی حرفها هستم و حاضرم به یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر قسم بخورم که ایران ما قدیمترین مملکت جهان است و دارای بزرگترین شاهنشاهی عالم و عالیترین تمدنی بوده که مانند آن هرگز چشم گیتی ندیده است به ملایمت در جوابش می گفتیم مطمئن باش که ما این وطن دوستی تو رو محترم می و می ستاییم و آفرین بر تو و بران شیر پاکی که خورده ای می گوییم ولی آخر حقیقت هم جای خود دارد و محترم است و به قدری محترم است که چند هزار سال قبل از این حتی های مصر اسم خود را انخ امات می یعنی کسی که در حقیقت زیست می کند می گفت فرعون همان است که ذکرش در کلام الله مجید آمده و گوشش ابدا حقیقت را نمیشنفت و غلط کرده که چنین ادعایی داشته است حقیقت همین است که من گویم و قرنهاست که پدرانم گفتهاند و من کسی را که از عقاید نیاکان خود عدول کند و تنپرست نمیدانم هر کس که باشد و قربان مردم ثابت قدم و استوار گردم. حالا ای کاش تنها در مورد تاریخ بدین درجه اصرار و ابرام در صبات قدم داشت اما بدبختانه در هر چه مربوط به میهن بود همین رویه را مرئی می داشت و کم کم بر ما ثابت شده بود که در گفتار و کردارش واقعا صادق است و با ریاکاری و خودنمایی میانه ای ندارد هیچ فراموش نمی کنم شبی را که یکی از دوستان از مسافرت فرنگستان برگشته بود و همه در منزلش جمع بودیم و از آبادی آن صفحات و از نزحت و صفا و زیبایی های نواهی تیرول و جنگل سیاه برای ما صحبت می داشت. در گوشه ای کز کرده بود و لایم قطع پک به سیگار میزد و اخمش را در هم کشیده زل زل به صاحب خانه نگاه میکرد و مانند آدمی که در مقابل قلام سیاه برزنگی نشسته باشد و آن قلام سیاه مدام از سفیدی خود دروغ به قالب بزند چشمش را به چشم میزبان تازه از فرنگ برگشته دوخته بود و به حرفهای او گوش میداد ناگان از جا پرید و فریادش بلند شد که تا کی و تا چند میخوایی با این دروغهای شاخدار مردم را منتر بسازی تمام دنیا میدانند که زیباترین و آبادترین مملکت دنیا مملکت خودمان است و کیست که نداند خداوند نعمتش را به این آب و خاک و به ما اهالی این سرزمین تمام کرده است والا تو آدم بد وقت رفته ای پولت را به هدر داده ای و وقت عزیزت را بیهوده تلف کرده ای و برای ما رهاورد و سوقات فرنگ آورده چه خبر است جنگل سیاه درخت دارد و دره تیرول آبشار دارد مثل اینکه به عمرت نشینیده ای که هیچ جنگلی در عالم به قوزک پای جنگل مازندران و خود ما نمیرسد و آبشار پس قلعه عظیمترین و فخیمترین آبشارهای کره ارز است راستی که درست گفتن که مرغ همسایه قاز است فقدان وطن چنان چشم ما را کور کرده که منار خودمان را نمی بینیم و چوب کبریت دیگران در نظرمان چنار تجریش می آید دست جمعی به او تاختیم که مرد حسابی این حرفای مفت کدام است مملکت ما البته جنگل و آبشار دارد ولی مگر میتوان توان منکر شد که نصف خاک کویر و صحرای درندشت بی آب و علف و نمکزار است که علف در آنجا سبز نمی شود و درد بی درمان ما بی آبی است صحرای لوط که افسانه نیست باد در گلو انداخت و گفت تمام این حرفا رو این فرنگی ها از خودشان در آوردند و الا چه کویری چه نمکزاری چه صحرای لوتی زلفونون آب را فرود داده گفت بفرمایید ببینم آخر پس برای چه این حرف ها را از خودشان در اند؟ مگر با ما پدر کشتگی دارند البته که دارن چشم ندارن ما رو ببینن برای چه چشم ندارن ما رو ببینن برای اینکه ما از آنها باهوشتر و داناتریم آدم باهوش کسی است که نفع و صلاح خود و مملکت خود را خوب تشخیص بدهد و وسایل و اسباب رفاه و سعادتمندی و عافیت خود را پیدا کند اگر ما واقعا باهوش بودیم امروز باید خوش و ثروتمند و سعادتمند باشیم و همه چیز داشته باشیم پس چرا نداریم برای همین که این پدر سلواتی ها نگذاشتن پس معلوم می شود که از ما باهوشتر و تواناتر بودند که توانستن نگذارن ناخیر بد جنستر و بدزادتر بودند. ای بابا تو دیگر می زیر بدیهیات بزنی سیت هوش ما در تمام دنیا پیچیده اگر باهوش نبودیم بچه های انگلستان و آمریکا رباعیت و امار خیام را از حفظ نمیکردند و قالی ایران گرانبهاترین زینت موزه های فرنگستان نبود دشمنی فرنگی ها با ما برای این است که میبینند ما صد بار از آنها بهتر و خوشتر و آدمتر و با و ما همه چیز داریم آنها هیچ چیز ندارند. زلفنون از فرد اوقات تلخی و استیصال چشمایش را به تاق اتاق می دوخت و تغییر صدا داده گفت خدا عقلت بدهد که یک ذره از دنیا خبر نداری و مدام هزیان می بافی راستی که بدترین کرها کری است که گوش داشته باشد و عمدن نخواهد بهش نبرد. میهنخواه نیز با صدایی که ترم و دلسوزی را میرسانید جواب میداد که خدا باید به شما آدمهای خوشباور عقل بدهد که هر چرا که این فرنگی های خدا نشناس میگویند وحی آسمانی میدانید و باور میکنید و فراموش کرده اید که آبا و اجدادتان مالک و رقاب دنیا بودند و به تمام این فرنگی ها اعتنای سگ نداشتند زلفون از کوره در میرفت و فریادش بلند می گردید که آخر این مرد نادان تا کی می‌خوای پنبه لحاف کهنه آباو و اجداد را به باد بدهی داشتم داشتم به چه درد میخورد بگو ببینم چه داری آبا و اجداد ما هر چه بودند رفتند و پوسیدند و خاک شدند و تمام شد بودن بودن که دردی را دوانه میکنه باید دید امروز چه هستیم میان خواه با همان لجاجت معمولی میگفت همین امروز هم همه چیز هستیم و این فرنگی ها هیچ نیستند و این نان سنگکی را که میخوریم به خواب ندیدند و آرزوی چلو کباب حاج و کباب افراسیاب و خربزه گرگاب و انجیر بیدان آب به دهنشان میاندازد و از بس گلهایشان بیبو و بیخاصیت است باور نمی کنند که عطر گلهای ما و حتی عطر اسفان آدم را بیهوش می کند و اسم بلبل که به گوششان می رسد از حسرت به قش و قربیله می افتند. رنگ آفتاب و عالم تا به ما را مگر به خواب ببینند و همونطور که ما با قافله و کاروان به زیارت مکه معظمه و عطبات و آلیات می رویم آنها هم دسته به دسته و فوج به فوج به جاهای هجوم می آورند که آفتاب رنگ پریدهای دارد تا مگر دو روزی مزه زندگی را بچشند و بفهمند آفتاب مهتاب چه رنگ است زرد است و سرخ است و اناوی و انگهی آمدیم این حرفهای شما اساسی هم داشته باشد و راستی راستی قسمتی از خاک ما خشک و لمیزرع و بی آب و علف باشد تازه تقصیر کیست؟ ما اگر همت داشته باشیم یک وجب زمین باید در این مملکت باقی نمی ماند و این ایران که همین امروزش هم به عقیده من بهشت روی زمین است از این هم که هست صد بار بهتر و آبادتر می شود سالفونون گفت رفیق این همه جوش و جلا برای چه می ترسم شیرت خشک بشود البته همت خیلی کارها می کند ولی آیا تصدیق نمی کنی که برای این کار دو سه میلیون آدم کارکن و کاردان و چند میلیون و بلکه چند میلیارد پول و یکی دو قرن هم وقت لازم است؟ میهنخواه صدا را بلندتر ساخته گفت شماها تمام این حرفها را از همین فرنگی ها یاد گرفته اید و با همین بحانه ها شان از زیر بار خالی می سازید و تا کسی به شما میگوید چرا جلوه در خانتان را جاروب نمی کنید از دیپلم و دکترا و کمیسیون و مشاور و کارشناس و متخصص و گزارش و مطالعه سخن به میان می آورید. دولت به من اختیار بدهد خواهید دید مملکت را در اندک مدتی گل تحویلتان خواهم داد. میهن با اینکه ایران را گلستان و مهد علم و معرفت می دانست. بدون آنکه متوجه نقیزگوی خود باشد مدام می گفت سطح معرفت پایین آمده است و بدین جهت قصه میخورد و افسوس افسوس گویان دست به هم میمالید. باز روزی که پای همین موضوع را به میان کشیده بود و داد سخن میداد، زلفون به صدا آمده گفت راستی مزش رو برده ای مرد حسابی مک تو خیال میکنی که در عهد قاجار و زندیه و در زمان نادرشاه افشار قدم رو بالاتر نهاده بگیم در دوره صفویه ایران دارالعلم و بیت الفنون و مرکز حکمت و معرفت بوده در تمام این چند قرن سر تا سر دستگاه علم و حکمت ما عبارت از مدرسه هایی بوده که ادهی طلاب امامه به سر در اونجا به زور زربه و یزربو به جنو هم می و سر مغز احتیگر و متلاشی می ساختن و از فقه و اصول و سایر علومی که اومد جنبه مذهبی داشت و قدری طب حکیم مؤمنی و مقداری کمی ریاضیات و نجوم گذشته چه علم و دانشی در میان بوده؟ درست است که اده انگوش شمار هم با علم بدی و قواعد شعری سرگرم بودند و قزل و قصیده می ساختند. ولی اولا شاعر و سخندان بزرگ از میان آنها خیلی کم بیرون میآمد و ثانیا فرزن هم که چنین علوم و فنونی به کار آخرت بخورد دردهای مردم و مملکت را علاج نمی کردند و هرچند اشخاص بزرگوار و عالی مقام معدودی مانند ملا صدرا و شیخ بهایی و میر فندرسکی و علامه هلی و حاجی کلباسی و سید کازم رشتی و میرزای شیرادی و غیره هم در این دوره خودمان میرزای جلوه و فرصت و ادیب پیشاوری و قزوینی و غیره مایی افتخار و مباهات ما هستند و از صمیم دل و جان وقتی نام آنها به میان می آید کسر الله هم می گوییم. ولی از روزی که فرنگی ها با نشر علوم و فنون جدید بنای پیشرفت را گذاشتند و ما به همان حال گذشته به درجا زدن ادامه دادیم هی hey, آنها جلو افتادند و هی hey, ما عقب ماندیم تا کار به جای رسید که می بینی. عامل پیشرفت و تمدن کسانی هستند که در پشت سنگر و در بالای عرابه های زره پوش جانبازی می کنند و الا شعر و عرفان و خیال دردی را دوانه می کند. ناگاهان می هم به صدا آمده گفت اونهایی هم که در پشت سنگر و از عرشه عرابه زره پوش جان بازی می کنند همیشه در راه همین شعر و عرفان و برای همین خیال هاست آسوده باش سخن راست و را با معنایی بود یک صدا گفتیم مرحبا که از تو هم حرف حسابی شنیده شد با همین حرف مقداری از گناهان کبیره و سغیرت شسته شد آفرین هزار آفرین و کار به جایی کشید که خود زلفنون هم تصدیق نمود برای میهنخواه اینها همه جز حرف مف چیزی نبود و اگر بخواهم شرح مباحث و مشاجراتی را که در طی چندین سال دوستی و نشست و برخواست با این آدم سخت سر و سرتق داشته این برای تا نقل نمایم مصنوی هفتاد من و بلکه هفتاد خربار کاغذ شود همینقدر باید بدانید که چون واقعا وطنش را دوست می داشت و نیتش پاک بود تصور می کرد که همه چیز وطنش از همه چیز باقی دنیا بهتر است و به ریش فرنگی ها می خندید و کلیه مورخین فرنگی حتی هرودوت را که تمام دنیا عبال مبرخین می کاذب و مفتری می خاند و اساسا معتقد بود که چنین کسی هرگز وجود خارجی نداشته و دشمنان ایران یعنی تمام دنیا به نام مجعول او این همه دروغ و بهتان را به عنوان تاریخ سرهم بستند به قول آخوندها به زرس قاطع یعنی با یقین و ایمان کامل اسکندر مقدونی را ایرانی میدانست و تازه وقتی به زور زیر بار وجود ممالکی مانند کلده و آشور میرفت آنها را دست نشانده ایران و ریزخار تمدن ایرانیان میدانست دانست و سرتاسر سر مرز و بومشان را قطعی از قلم رو به پهناور ایران باستان به شمار می آورد و بیانات خود را با چو ایران نباشد تن من مباد پایان میداد. و آنگاه دست مال را از جیب درآورده عرقی را که بر پیشانیش نشسته بود پاک می کرد. روزی دیدیم که نوح و ابراهیم و اسحاق و موسی و عیسی را هم ایرانی الاصل میداند و در اثبات این ادعا ادله و براهینی میتراشید که معلوم نبود از قوطی کدام عطاری بیرون آورده است و برای او در حکم وحی منزل بود رسمان می میگفت اگر احادیث و اخبار موثقی که دال بر عربی بودن حضرت رسالت پناهی است نبود برایتان ثابت میکردم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم اصلا ایرانی از اولاد و اخلاف جمشید و کیومرس است چون چنان که می سلمان فارسی در یکی از قضاوات صدر اسلام طریقه کندن و ساختن خندق را به مسلمانان آموخته بود کلیه فتوحات اسلام حتی فتح اندلس را از پرتو وجود آن ایرانی فارسی پاک نژاد می دانست و به اسم اینکه که حضرت امام حسین علیه السلام با دختر آخرین پادشاه ساسانی ازدواج فرموده بود تمام امامها و امامزاده ها را ایرانی به شمار می آورد رسما سلطنت خلفای عباسی را سلطنت عرب های ایرانی می خواند و خلاصا که اگر باطنش را میشه کافتی میدیدی که بسیاری از بزرگان شرق و غرب ایرانی و همچنین مقدار زیادی از کشفیات و اختراعات و عمده علمی و فنی دنیا را مولود قریه و نبوغ ایرانیان میداند و بر منکرش لعنت می میگفتیم اگر از تو بپرسند خواهی گفت که دوازده هزار پیغمبر و دوازده امام و چهارده معصوم هم همه ایرانی بودند و حتی قنبر و عبازر قفاری را از اولاد و احفاد داریوش خواهی خواند می گفت به سایرین کار ندارم ولی قنبر و عبازر که حتما ایرانی بودند مگر قنبر از اهالی بوشهر نبود و اسمش معرب از کامبر نیست و مگر عبازر از اهل کاشان و از خانوادی همین قفاری های کاشی خودمان نبوده است راستی دلم میخواهد یک قضیه دیگر را برایتان تعریف کنم روزی در حضور میهنخا صحبت از ارتفاع کوها به میان آمد و یک نفر از اهل مجلس گفت که از قرار معلوم بلندترین کوه دنیا در خاک تبت واقع است. گفت هر کس گفته غلط کرده است چون همه کس میداند که بلندترین کوها همین البرز خودمان است و همین دماوندی که سر به آسمان کشیده و از بام حمید خانه به خوبی نمایان است. گفتیم رفیق این که دیگر دست ما و شما نیست اندازه گرفتند و متر و سانتی مترش را میدانند گفت مگر شما خودتان اندازه گرفته اید این هم از اختلاعات همین فرنگی های بی ایمان است که چشم ندارند این را هم به ما ببینند و الا اگر حرفشان اساسی داشت چرا در صورتی که در قرآن مجید از تبت سخن به میان آمده است اشاره به هیمالیا و کوه اورست نشده است یک صدا گفتیم در کجای قرآن از تبت صحبتی در میان است گفت مگر صد بار نخوانده ای که تبت یدا ابی لهب ایشان درس نخوانده ادعای زبانشناسی و فقه هم داشتند و از این راه نیز بسیاری از زبانها و اشخاص و اقوام را به ایران نسبت میداد با صدای آرام و موقر قدری تو دماغی می گفت بودا ایرانی بوده است و اینکه میگوید زیر درخت انجیر مینشسته و وعظ می کرده غلط است و من کشف کردم که زیر درخت نارون که درختی است ایرانی مینشسته و دلیلش هم این است که نیروانا که از اصول اساسی مذهب بودا است از همین کلمه نارون آمده است می گفت لاتینی ها ایرانی بودند و در اصل اسمشان لاتان یعنی جمع کلمه لات خودمان است و چون مردمی لات و بیکار و بیار بودند از ایران که سرزمین کار و کوشش بوده است رانده شده کم کم دست زمان آنها را بدن سرزمین دور افتاده انداخته است کلمه تاتار را مخفف دو کلمه تار و تاریک می دانست و بنای شهر ممغان را به مادر قاان و بنای دهخارقان را به خواهر قاان نسبت میداد. می گفت اسم واقعی عرستو آراسته بوده و دشمنان ایران آن را بدین صورت در او را یونانی معرفی کردند. روزی صحبت از قوم آستک به میان آمد که ساکنین قدیم خاک مکزیک بودند. با اینکه این کلمه اولین بار به گوشش می رسید فورا گفت قوم ایرانی آتش برست بودن و همین کلمه آستک در اصل آتش کرده بوده و به مرور ایام به دین صورت در است. روزی که روزنامه کاوه چاپ برلن به دستش افتاد و مقاله آتیلا یا بلای آسمانی را خواند و از تاخت و تاز هون حیاتله خبر یافت که به سرکردگی آتیلا نام تا نزدیکی روم و پاریس رانده قسمت اعظم خاک اروپا را تحت تصرف خود درآوردم باز فلفور با یک رشته ادله و براهین دندان شکن به اثبات رسانید که پدر و مادر آتیلا ایرانی بودند و آتیلا از برکت هوش فطری ایرانی توانست آن کارهای بزرگ را انجام بدهد به عقیده او کلمه هیرمند به معنی مخشوش و شلوغ بود و در توجیه این نظر می گفت که هیر همان هیروویر معروف خودمان است که شلوغی و اختشاش را می رساند و مند که مفهومش تملک و کسرت است پس هیرمند یعنی جایی که در آنجا اختشاش و آشوب زیاد باشد اینها همه به جای خود ولی درد اینجا بود که این مرد عزیز کم کم عادت کرده بود تا کسی در صدت بر می آمد که حرفی از حرفایش را رد کند پای مقدسات و مساله عالیه را به میان می کشید و الفاظ وحشتناک خیانت و وطن فروش را اسلحه کار میساخت ساخت و آن وقت بود که ماسا به کیسه می رفت و نفسها در سینه بند می آمد و زبانها لال می گردید و به تصدیق کردم و بله بله گفتن چاره‌ای باقی نمی ماند. دو آتش قسمت دوم نبرد تا اینجا در واقع مقدمه بود و مفصلتر از آن شد که میخواستم و می ولی عیبی ندارد. میضبوطو را به میحققا را بهتر شناختی و اینک می به اصل موضوع، شب خوشی بود و چون پسر میرزا ابو که حالت جوانی بیست و سه چهار ساله بود از دانشکده حقوق دیپلم لیسانس گرفته بود پدرش ولیمه میداد و همه دوستان جمع بودند از آنجایی که از جمله میوههایی که در سفره چیده بودند مقداری هم موز بانان دیده میشد یکی از هزار گفت میترسم روزی برسد که خیار و پیازشه و خربزه ما را هم از خارجه بیاورند میانقا سخن را قاپید و به رسم معهود بنای ندک و موعظه را گذاشت که این هم تقصیر خودمان است که پای بیگانه را به خانه خود باز گذاشته ایم و تاج سر خود کرده ایم. قاهی دید که هرچه بردنیست خواهند برد و روزی بیدار خواهیم شد که لخت و اوریم و یک دستمال برایمان باقی نمانده که سطر رو اورت بکنیم. سزای کسی که گرگ به خانه خود راه بدهد جزی نیست اگر عقل و فهمی داشتیم و از روز اول جلو سیل این اجناس و امطعه بی قیمت و بها را گرفته بودیم کارمان این همه زار نمی شد. امروز هم هنوز دیر نشده و اگر دولت جرأت داشته باشد و واردات خارجه را به کلی ممنوع بدارد و صد آهنینی در مقابل این سیل خانمانسوز بیاندازد و نگذارد یک مسقال جنس بیگانه وارد این ملک بشود خواهید دید که چطور آب رفته به جوی برمیگردد و پای این آقایان از این خاک بریده می شود و دومشان را رو روی کولشان گذاشته لای دست پدرشان خواهند رفت پسرش میهن که به خیال خود از علوم اجتماعی هم بی نصیب نبود و چون دیپلم گرفته بود و در نظر پدرش سانیستین بیزمارک و بو الیسینا به شمار می آمد و حالا دیگر در معقولات مرتبا مداخله می کرد گفت آخر پدر جان ای نمی کنید اگر دولت به این دستور شما عمل کند مردم دوچار چه مشکلاتی خواهند گردید؟ ابدا خیلی هم خوشبخت خواهند شد پولشان در کیسهشان میماند و مزه رفاه را خواهند چشید مگر ما تاج آبا و اجداد ما از پاریس و لندن می آمد؟ مگر مخمل کاشان و ابریشم گیلان و سوهان و قم و زیره کرمان سر تا سر دنیا را نگرفته بود؟ مگر از اطراف عالم پول مثل سیل به طرف ایران سرازیر نمی خیر پسر جانم شما جلو واردت را بگیرید و خواهید دید چطور ورق بر می گردد و این جیب های خالی پر و این های گرسنه سیر خواهد شد. کم کم چند نفر از هزار هم وارد میدان مباحثه گردیدند و چنان هم همه ای برپا شد که دیگر صدا به صدا نمی رسید. میان خوب سرخ شده بود و عرق کرده بود برای های گردنش داشت می ترکید و نعره میکشید که تعجب است که شما حرف به این سادگی را نمی توانید یا نمی بفهمید. مملکت ما حکم حوزی را پیدا کرده که مدام دارند آبش را بر می دارند و آبی به جای آن داخل نمی شود و هر طفل نابالغی می فهمد که چنین حوزی به زودی خالی خواهد ماند و تعفن لای و لجلش دنیا را خواهد گرفت. زلفونون که در گوشه نشسته قلیان نیپیچ می کشید و معلوم بود که خاطرش مانند کوزه قلیان در جوش و قلیان است انان اختیارش از دست بیرون رفت و اون نیز وارد گود گردید گفت آخر داداش جان چطور میخواهی جلو واردات را بگیری وگر نمیدانی چلان که معروف است ما از مه تا لحد از کاغذ قرآنمان گرفته تا کفنی که با آن به گور می رویم هم از خارج می آید. تو خودت صبح از خواب بر می خیزی. اول با صابونی که از فرانسه آمده دست رویت را می شوی. و با حولی که از روسیه آورده ان پاک می کنی. چای چین را در استکان روسی می ریزی و با قند بلژیکی شیرین می کنی. و به همین منوال تا آن ساعتی که شب فرا می رسد و وارد رخت خواب میشوی مدام با اجناس و امتعه ای که از اطراف و اکناف جهان و از هفت اقلیم و از جهات اربعه وارد شده سر و کار داری با این واسه دلم میخواهد ببینم جنابالی از روی چه عقل و منطقی دارید به دولت دستور می دهید که جلو واردات رو بگیرد میان به عادت معلوف بنای ستیز و لجاجت را گذاشت و باز از فقدان همت و سستی اراده سخن به میان آورد و باز پای وطن پرستی را به میان کشید و گفت کسی که وطنش را دوست می دارد باید پی بعضی سختی ها و مزیقه ها را به بدن خود بمالد من هرگز با آن کسی که گفته وطن اونجاست کازاری نباشد هر کس که می خواهد باشد موافق نبوده و امروز هم نیستم و رسما معتقدم که آدم وطن باید عاشق آزار و آفات وطن خود باشد و بلیات و صدمات میهن را مانند تخم چشم خود بداند و مثل جگرگوشه ناز پرورده خود دوست بدارد بگو و مگو و گفت و شنود به درازا کشید سرانجام ظلفونون خطاب به میرزا ابوترا گفت بیا در حضور این جمع با همسر یک جفت قالی چه شرط ببندیم که تو خودت از وقت بر نخواهی آمد که یک 24 ساعت از اجناس و امتعه خارجی صرف نظر کنی و تنها با اجناس وطنی رفع احتیاج نمایی. به شنیدن این پیشنهاد میان خواه اخمش را در هم کشید و گفت چطور 24 ساعت من به جان همین یک تا فرزندم با انگشت پسرش را نشان داد قسم میخورم که حاضرم شرط ببندم به نظر شما کار مشکلیه اما برای من رو با آب خوردن رو داره کاسه آب یخ را برداشت قرد قرد سر کشید برای من مثل پک زدم به این سیگاره پک قایمی به سیگار زد در این اسنا از یک نفر از رفقا که دوخیار هنگفتی خورده بود آروق جانانه ای صادر شد از آن آروخ های دار و ضرب میدان کاه فروش ها بود که متاع انحصاری مشرق زمین است. به محض اینکه صدای این سائقه حلقومی به زیر تاق اتاق پیچید یکی از دوستان میهنخواه را نشان داد و گفت برای سرکار آقا با آسانی همین آروغ است. همه خندیدیم و کنون دنبالی صحبت را گرفته گفت نه سال و ما پیشکشت باشه همین بیست ساعت از سر ما زیاد است بیست و ساعت و یک جفت قالیچه اعلا صداها بلند شد که قالیچه به درد ما نمی خورد پس ما چه کار هستیم؟ باید سر یک مهمانی دست جمعی باشد که ما هم از این نمد به کلاهی برسیم مسئول جمع به اجابت رسید و آغازادی میهنخواه معمور شد که و طبق اصول علم حقوقی که خوانده است بودند شرطنامه را به خط خود در دو نسخه حاضر سازد تا اول طرفین و بعد تمام اهل مجلس به عنوان شهود عادل پای آن را امضا نمایند و نسخه رد و بدل شود یک ساعت بعد شرطنامه حاضر بود و چون پس از صرف نهار و چای و خواب پس از غذا فرصتی داشتیم از دکتر میهن دوی پرانتز البته میهن تازی لیسانس شده بود ولی چنان که افتاده دانید محزن ل تسریع الامر پدر بزرگوارش ایشان را دکتر میخوان و ما هم جهتی نداشت که آمد به خرج بدهیم و برای اینکه دل جوان حساس را نشکسته و استخوان لای زخم نگذاشته باشیم عنوان کمبه های دکتر را به دوم اسم او میچسباندیم خواهش نمودیم که شرطنامه را بخواند شرطنامه را با استفاده از معلومات حقوقی خود تهیه کرده و از این قرار بود به نام خدایی که به هیچ شرط و نظری ما را آفریده و اشرف مخلوقات ساخته است ماده اول قرض از تحرید این کلمات حقیقت بینات آنکه الیوم که یوم جمعه بیست و دوم ماه پلان سال فلان است آقایان میرزا جلیل زلفنون و میرزا ابوتراب میهنخواه دامت افاظات ها در حضور آقایان محترمی که اسامی ازامشان در زیل این سند مستور است و آن را عنوان شهود عدل به امضای خود مزین فرموده در حالی که از صحت و سلامت جسمی و روحی کاملا برخوردار بودند شرط بندی رسمی کردند که اگر آقای میرزا ابوتراب میهنخواه ساکن دارالخلافه تهران بخش فلان کوچه فلان کاشی فلان دارای شناسنامه فلان توانستند در مدت 24 ساعت نجومی از استعمال هر گونه و هر نوع جنس خارجی که ممالک بیگانه خواه هم با مملکت محروسه شاهنشاهی ایران و خواه غیر همجوار وارد شده باشد پرهیز و اجتناب نمایند طرف دیگر این شرط بندی یعنی آقای میرزا جلیل زلفونون، ساکن دارالخلافه تهران بخش فلان کوچه فلان کاشی چند نقطه داره چند نقطه در مدتی که از یک ماه از تاریخ این سند تجاوز ننماید در ناحیه پس قلعه میهمانی دست جمعی کاملی که مشتمل بر نهار و چای و مشروب و مزه و میوه و همچنین لوازم فور از هر جهت باشد تدارک نمایند و تمام اشخاصی را که این سند را امضا کرده اند با اتومبیل و یا وسیله نقلیه دیگر به استثنای اولاغ باری بدان محل برسانند و چنانکه که آقای میهنخواه از عهده انجام دادن این شرط بندی بر نیامدند این مهمانی با تمام شرایطی که قید شده است به عهده ایشان خواهد بود توضیحات الف نهاری که در ماده فوق بدن اشاره شده است باید قطعا و حتما اجبارا غذاهای مستورت و اسامی زیل را داشته باشد پلوی استانبولی، شامی، کوکو، دلم بادنجان، جوجه از قرار یک رأس جوجه برای دو رأس میهمان ب. راقم این ستود کمترین میهن لیسانس از حقوق نیز به عنوان منشی هیئت شرط بندی در مهمانی نامبرد شرکت خواهد نمود. جیم در طی این شرط نامه همه جا آقای میهن خوا به عنوان آقای متعاهد خوانده خواهد شد. ماده دوم منشی هیئت آقای دکتر میهن فرزند آقای متعاهد که با پدر امجد خود در یک جا ساکن است دارای شناسنامه صادره از فلان شماره فلان تاریخ فلان از طرف هیئت شرطبندی مأموریت رسمی دارند که در ظرف تمام مدت 24 ساعتی که مدت این شرطبندی است با نهایت دقت و با امانت کامل چنان که در مقابل خالق و مخلوق خجل و شرمنده نباشد و نتوان سر سوزنی نسبت خیانت به ایشان داد با تمام قوای خود و با تمام وسایل و اسباب و وسایت لازمه مراقب باشند که آقای متعاهد از هر جهت به شرط این شرط بندی عمل نمایند و قدمی از طریق وفا به عهد بیرون ننهند توضیح که بر منشی هیئت شرط بندی در انجام معمولیت خود لازم است که مراعات ادب و احترام را کماه و حق درباره آقای متعاهد معمول دارند که مبادا قبار کدورتی بر خاطر شریفشان بنشیند. ماده سوم منشی هیئت شرطبندی ملزم است که در مورد هر تخلفی که از جانب آقای متعاهد سر خواهد زد تنها به تذکر معدبان قناعت نموده یادداشت بردارد و در گزارش خود که بعداً به هیئت شرطبندی تقدیم خواهد نمود قید نماید ماده چهارم منشی هیئت شرط پس از اتمام کار مراقبت و نظارتی که به عهده دارد گزارش مفصل و زباندار خود را در مدت ده روز پس از انجام دادن ماموریت، توی پرانتز قسمت نظارت و مراقبت به هیئت شرط در مجمع عمومی تقدیم خواهد داشت. ماده پنجم این سند در دو نسخه تحریر یافته است. و یک نسخه بر هر یک از طرفین متعاهده این سپرده خواهد شد و هر دو نسخه معتبر است تحریرا فی یوم جمعه بیست دوم ماه چند نقطه سال چند نقطه هجری شمسی مطابق با چند نقطه ماه چند نقطه سال میلادی فی دارالخلافه تهران علاوه بر طرفین متعاهدین منشی هیئت و تمام حضار مجلس به عنوان شاهد عادل سند را امضا نمودند حالا دیگر باید مراسم تحلیف منشی هیئت به عمل آید که به قید قسم به وجدان و به مقدسات متعهد گردد که در اجرای مأموریت خود سر سوزنی مسامه روا ندارد و با بیطرفی کامل و امانت تام و تمام کاری را که به عهده دارد انجام بدهد و در گزارش خود حقیقت را بگوید و بجز حقیقت نگوید و تمام حقیقت را بگوید. این تشریفاتم به عمل آمد و آنگاه هم همه دست زدیم و مبارک باد گفتیم و مجلس پایان یافت و متفرق شدیم. در روز مقرر و موعد معین بدون ساعتی کم و کاست بر حسب دعوتنامه رسمی منشی هیئت همه در منزل زلفنون جمع بودیم. بنا شد یک نفر ریاست مجلس را داشته باشد و به حکم پش که به نام من در آمد و به اشاره زلفونون در پشت میز ریاست قرار گرفتم و از آنجایی که زلفونون لودگری را از ضروریات زندگی می دانست زنگی را که قبلا تهیه کرده بود از جیب درآورده در مقابل من به روی میز گذاشت و گفت این هم زنگ ریاست زنگ را به صدا در و رسمیت مجلس عمومی هیئت شرط بندی را اعلام داشتم و پس از نطق افتتاحیه مختصر و مفیدی از منشی هیئت تقاضا نمودم که بیاید در پهلوی من در پشت میز ریاست بنشیند و گزارش خود را قرائت نماید نشست و پس از چند صرفه ریزه کتابچه گزارش را از کیف خود بیرون آورد و با اجازه حضرات آقای ریاست پناهی و اعضای محترم هیئت شهربندی بندی بنای خواندن را گذاشت. اینک عین متن گزارش به شرف عرض آقایان ازام و سروران کرا میرساند به موجب مأموریتی که از طرف هیئت محترم شرط بندی به این جانب محول گردیده بود و افتخارن از صبح روز چند نقطه ساعت هفت و ده دقیقه که حضرت آقای متعاهد از خواب بیدار شدند شروع گردید و تا روز بعد تا ساعت یازده و سیزده دقیقه بعد از ظهر از نو برای خواب به بستر استراحت وارد شدند مراتب را به قراری که در ظرف تمام این مدت شانزده ساعت و سه دقیقه رخ داده است همچنان که به قید قسم به عهده شناختم بدون کم و کاست زیلن به عرض میرساند و زمنن لازم می داند توضیح بدهد که اگرچه مدت معمولیت 24 ساعت بود ولی همین که شب فرا رسید و آقای متعاهد به خواب رفتم با اجازه زمنی هیئت شهد بندی معمولیت خود را انجام داده پنداشتم و چون شخصا نیز سخت خسته شده و احتیاج به خواب و استراحت داشتم به اتاق خواب خود رفتم و به قول فرنگی ها خود را در آغوش الهه خواب مرفه انداختم و در آنجا دستگیرم شد که در عالم یغزه هم باز وجودمان دستخوش و ارادت اجنبیان است اکنون اگر اجازه باشد به قرائت گزارش بپردازم گفتم بفرمایید بفرمایید خیلی ممنونیم زحمت کشیده اید دکتر میهن به قرائت پرداخت از این قرار درست ساعت هفت و ده دقیقه بعد از نیمه شب بود که آقای متعاید از خواب بیدار شدند قبلا پاورچین پاورچین قلم و دفترچه به دست وارد اتاق خواب ایشان شده در گوشه ای نشسته و مراقب رفتار و کردار و حرکات و سکناتشان بودم چشم ها را مالیدم و خمیازه بلندی که درست هفت ثانیه و نیم طول کشید کشیدند و دستشان به طرف میز شب رفت که عینکشان را بردارند. تذکر دادم که عینک از واردات از خارجه است. اعتنا نکردند و برداشته به چشم زدند و فرمودند که میخوایی به شش زندگی کنم. گفتم المأمور و معذور و قضیه را در دفتر یادداشت کردم. از تخت خواب آهسته آهسته پایین آمدند و مشغول پوشیدن سرپایی شدند. تذکر دادم که چرم و نخش از خارج آمده است فرمودند میخوای پا بمونم و پوشیدند و راه افتادند رب و به میخ رختی آویخته بود دست بردند که بردارند عرض کردم که از فرنگ آمده فرمودند فوزیلی موقوف و پوشیدند برای شستن سر صورت به طرف دستشویی راه افتادند دنبالشان روان بودم صابون را برداشتند گفتم مال فرنگ است محلی نگذاشتن خواستند دندار را مسواک بزنند عرض کردم مسواک و خمیر دندان از خارج آمده است مسواک در دهان جویده جویده فرمایشاتی فرمودند که درست نفرمیدم ولی تا دست به حول نزدیک ساختم بیپروا گفتم مال اجنبی است سلواتی تحویل دادند و محلی نگذاشتند از آنجا یک راست به اتاق غذاخوری برای صرف صبحانه آمدند گفتم جسارت است ولی این اتاق حکم یک مغازه را دارد که همه نوع از جناس خارجی بفروشد. از حسیر سندلی ها گرفته تا رومیزی و شیشه در و پنجره و چفت و لولا و آینه و چراغ و گلدان و صد چیز دیگر همه متاع بیگانه است. نگاه قذبالودی به بنده انداختند. حسب وظیفه به روی خود نیاوردم و عرض کردم سماور از لهستان آمده است و قوری از چکسلواکی و فنجان از فرانسه و قاشق از آلمان و چای از چین و قند از بلژیک و سخنم را بلیده فرمودند نان و خشک و پنیر و آبلیمو که از خودمان است عرض کردم ولی بشخاب و کارد و چنگال و شیشه ای آبلیمو از خودمان نیست و حتی این انبار قندگیری که در دستتان است و دارید با آن قند بر می دارید از روسیه آمده است. قرقلی کردند که معنی آن را درست نفهمیدم و مشغول چای خوردن شدند. پس از صرف چای برای رخت پوشیدن به اتاق خواب برگشتند. چون سایه به دنبالشان روان بودم، خواستند ریش بتراشند. میدان به دستم افتاد و گفتم صابون ریش تراشی و ژیلت و تیغه و مخلفات دیگر به تمام از راههای دور به ایران آمده است. سلواتی تحویل دادند و مشغول کار شدند و پس از پایان کار در صدد پوشیدن لباس برآمدند صدایم بلند شد که پیراهن و یقه و کراوات و نیمتنه و شلوار و حتی زیر شلواری و جوراب و کفش متاع بیگانه است و ضمنا پاشنکش و واکس را هم که با آن کفششان را برق انداخته بودند فراموش نکردم سرخ شدند و سفید شدند و رنگ گذاشتند و رنگ برداشتند و محلی به عرایز منشی هیئت شرط نگذاشتند. فرمودند ببینم چه ساعت است و آیا موقع اداره رسیده است یا نه. تا دستشان به ساعت رفت مانند شماته ی ساعت به صدا درآمدم که مال سوئیس است. لندولندشان به گوشم رسید و شنیدم که نوکر را صدا زدند و فرمودند زود می به اداره و به آقای اسم معاون خودشان را دادند میگویی آقا حالشان خوش نیست و به اداره نمی آیند و خودش کارهای جاری را انجام بدهد و اگر ضرورتی پیدا کرد تلفن بکند گفتم این یکی دیگر متای خودمان است. نیست نشنیده گرفته زیر سیبیلی در کردن نوکر رفت و به آقای کبرا که چنانکه معلوم خاطر محترم آقایان و عضو هیئت شرط است کلفت طالقانی ماست فرمودند برو آفتابه بگذار باید به مستراح روم. عرض کردم پس بفرمایید به مستراح سرطویله ببرد چون مستراح این حیات فرنگی است. زیر لب قریدم که ارزانی ریششان باشد. به حکم اجبار درست هفده دقیقه از حضور ایشان محروم ماندم ولی گمان میرفت که در آنجا احتیاجی به نظارت و مراقبت نداشته باشند. سپس قدری به دور حیات قدم زدند قیچی باغبانی را برداشته به جان گلها افتادند، عرض کردم قیچی کار فرنگ است. با تغییر به زمین انداختند و فرمودند رشته عمرشان را قد نماید. در کنار باغچه به روی نیمکت چوبی نشستند و خواستند سیگار یاتش بزنند. معروض افتاد که کاغذش از فرانسه و کبریتش از سوئد آمده است. فرمودند توتونش که وطنی است و برای مابقی آتش به جانشان بیفتد. کبریت را آتش زدند. زیر سیگاری خواستند. تذکر دادم که قابل نیست ولی اجنبی است. با نوک انگشت دور کردند و خاکستر سیگار را به زمین ریختند. آنگاه مدتی بی حرکت و بی صدا چشمشان را به زمین دوخته در فکر و خیال فرو رفتند و شش بار آه کشیدند و دستمال را از جیبشان در آوردن که دماغ بگیرند گفتم از واردات است به تغییر در جیب نهادند و وطن ما با دو انگشت شست و سباب دماغ گرفتند از بیکاری و بیتکلیفی کسل شده باز چای خواستند و چای آوردند نخواستم اوقاتشان را تلخ کرده تذکراتی را که سابقا درباره چای داده بودم تکرار نمایم و از این رو فقط به یک کلمه اکتفا نموده نزدیک رفتم و گفتم ای زن چون مریضی که به دندان ساز خود نگاه کند از زیر چشم لحظه ای چند نگاهشان را به صورتم دوختند و پنجان را چنان که گویی کاسه فلوس است لا سر کشیدند باز مدتی ساکت ماندم لمحه ای قفلت نکردم و همچنان که در شرطنامه قید شده بود و قسم خورده بودم به دقت مراقب حرکات و سکناتشان بودم از جا برخواستند و مانند آدمی که سرماخوردگی داشته باشد اعضا و جواره را به حرکت آوردند و خمیازه کشیدند و به کلفت فرمودند برو از اندرون یک قرص آسپرین بگیر و با یک گیلاس آب بیاور وقتی کبرا با آسپرین و آب برگشت گفتم جسارت است ولی دوایش از آلمان و گیلاس و نعلبکی زیر گیلاس از شکسلواکی آمده است. فرمودند از کی مثل یهودی های محله به مبدع هر جنسی آشنا شده و با اخم و تخم آسپرین را در گلو انداختند و مقداری آب در عقبش روان ساختند. و فرمودند اصلا گمان میکنم از بس حرف مفت شنیدم تب کرده باشم. گفت را برو به خانم بگوان ترمومتر را بدهد بیاورید. گفتم ساخت فرنگ است فرمودند آلت مرگ است و ارزانی خودشان باشد ولی گرفتند و زیر زبان گذاشتند معلوم شد تب خفیفی دارند شوربای مرغ سفارش دادند و پای دستگاه تلفن نشستم که به عادت معلوف قدری با دوستان درد دل کنند عرض کردم از فرنگ آمده گفتند خدا جانشان را بگیرد که قاصد اسرائیل است و جز خبر مصیبت و ازا خبری نمی آورد و نمره را گرفتم و نشانی به همان نشانی چهل و هفت دقیقه تمام سیم تلفن را انحصارا مشغول داشتم مانند ملک اتاب و حساب در کنارشان ایستاده بودم و به سخنانی که صد بار شنیده بودم و از حفظم شده بود گوش دادم و نفس نکشیدم از پشت دستگاه تلفن به پشت میز تحریر رفته و گفتم. چطور است به کاغذهایی که بلا جواب مانده جواب بنویسم تا دستشان به قلم رفت مهلت نداده به عرض خدمتشان رساندم که کاغذ و پاکت و مرکب پاک کن و قلم خود نویس جوهر و لاک و تمام مخلفات و اسباب تحریر دیگر از خارج آمده است فرمودم ای کاش هرگز نیامده بود که همین کاغذ و قلم و دفترهاست که اسباب بیچارگی ما شده است و مشغول کار شدند میدانستم که کار تحریر به کندی جلو خواهد رفت و به طول می انجامد. لحاظا در گوشه اتاق روی صندلی راحتی روبروی ایشان نشستم و روزنامه های صبح را جلو کشیدم. نگاهم کردند و فرمودند اگر می برو و قدری خستگی در آور و شاید محتاج باشی دستی به با آب برسانی. عرض کردم ممنونم و از جانت امیدم. پنج دقیقه از ظهر گذشته بود که کار تحریرشان به پایان رسید نوکر آمد که از اداره تلفن میکنند و احوال پرسی میکنند گفت بگو ممنونم حالم زیاد تعریف ندارد و طبیب تجویز کرده که از تخت خواب بیرون نیایم و محتاج استراحت کامل هستم نوکر رفت و کلفت را صدا کرده فرمودن برو به خانم بگو یک گیلاس از اون کنیا که خودم با یک گیلاس آب بفرستن حالم سر جانی است کلفت با گیلاس کنیاک برگشت عرض کردم از فرانسه است فرمودن پس میخواید حضرت معصومه باشه هرچه باشد برای اعتلاع معده که خوب است و بالا کشیدن موقع نهار رسیده بود درست یک مغازه اسباب و آلت فرنگی ساز روی میز غذاخوری چیده شد یکی به یکی شمردم و گفتم اجنبی است و آقا نشنیده گرفتم و علاوه بر شوربای جوجه از غذاهای دیگر از معکور و مشروب از هر کدام به قدری که سد جو بنماید مایت تناول فرمودند و مکرر شکر خدا را به آوردند و وقتی به سینه جوجه رسید سر رو با آسمان بلند کرده فرمودند خداوند خودش به فقیر و قرار رحم کند و من روسیا هم در دل آمین گفتم چای بعد از غذا هم باز با همان تذکرات بنده صرف شد و فرمودند خسته ام میروم قدری استراحت کنم و وارد تخت خواب شدم و همین که صدای نفس کشیدن مرتب ایشان مرا مطمئن ساخت که به خواب رفته و به عادت معهود خود چند ساعتی خواهند خوابید از آقایان چه پنهان خودم هم به خواب رفتم و امیدوارم عذرم در حضور محترمشان مسموع باشد طرفای غروب بود که نوکر وارد شد و چون جرأت بیدار کردن آقا را نداشت به آهستگی مرا بیدار کرد که معاون آقاست از منزلشم تلفن میکنند که حال آقا چطور است که آیا ممکن است از آقا ایادت کنند گفتم بگو تب آقا شدت کرده و به سی رسیده است و طبیب اجازه ایادت نداده و فردا هم آقا به اداره تشریف نخواهند آورد سه ربع بعد آقا بیدار شدن و چای سفارش دادن از جا جستم و در بغل بسترشان جا گرفتم و باز آنچه را باید تذکر بدهم دادم محلی نگذاشتند و پس از صرف چای دستور کاهو و سکنجبین دادند حسب الوظیفه گفتنی را گفتم و خودم نیز در خوردن کاهو و سکنجبین شرکت نمودم آنگاه دو دست را به زیر سر گذاشت چشم ها را بستند. از کنارش نجم بیدم. ساعت پنج و ده دقیقه بعد از ظهر بود که چشم ها را گشودم و به کلفت که اتاق را جمع و جور می کرد. دستور دادند که اگر باقاله آب پز موجود است با گلپر بیاورد. یک مجموعه پرآورد و تناول فرمودند. سینی آن وطنی بود و بر اشتهای ایشان افسود و با مسرت خاطر سینی را خالی کردند. ساعت شش بود که نوکر میوه آورد. عبارت بود از خربزه و هندوانه و انجیر و انار. باز حسب المعمول اعتنایی به تذکرات ارادتمند نفرمودند و خدمت به سزایی به این میوه‌جات کردند. باز در این موقع رو به آسمان فرموده با گفتن خدا یا خودت به فقیر فقرا رحم کن افاقه حال مردم مسکین و مستکین را به ترحم آسمانی محول داشتند که چه بسا با بیرحمی جاودانی مرادف است و با خاطر آسود از نو به خواب رفتند. وقتی بیدارشان کردیم که شام روی میز چیده بودند. شام گوارایی بود و تا دلتان بخواهد امطعه و اجناس وارده جلب توجه میکرد و بنده هم از ادای وظیفه کوتاهی نکردم و باز ایشان به عرایزم اعتنایی نفرمودند و تب و کسالت مزاج را فراموش نموده در خدمت به شکم کوشش لازم را مبذول داشتم چه در سر بدهم ساعتها میگذشت و در هر چند دقیقه یک بار یا دو بار مجبور می شدم عرایز تذکرامیز خود را به سمع شریفشان برسانم. افسوس که گوششان پر شده بود و نشنیده گرفته به وارد و صادر اجنبی و خودی و بیگانه و وطنی محله میگذاشتند انگار نه انگار که شرطی بستهاند و شرط نامه ای امضا کردهاند رفته رفته وقت خواب نزدیک میشد سیگار سیگاری آتش زدن و بنده هم باز همون کلمه ایزن را یک بار دیگر تکرار کردم و مقدمات خواب به میان آمد پس از غذای حاجت پیجامه خواستم به ارزشان رساندم که هم خودش و هم اسمش هر دو فرنگی و از واردات است پرخاش کنن به دور انداختن و عبای ناینی فرد اعلای خود را که دم دستشان بود به خود پیچیدند و گفتم چه بهتر که با این عبای خودمانی گرم و نرم بخوابم و بسم اللهی گفته وارد تخت خواب شدند قبل از آنکه چراغ را خاموش نمایند فراموش شده است به عرض برسانم که قبلا در موقعی که هوا تاریک میشد و چراغ خواستم شرح مبسودی درباره چراغ خدمتشان به عرض رساندم که از اختراعات بیگانگان است و از خارج وارد شده است ولی ایشان به عنوان اینکه نفتش خودمانیست است وقعی به عرای زم ننهادند چند ساعت ساکت ماندند و آنگاه خطاب به بنده فرمودند که تو فرزند ارشد و پس از من جانشین من خواهی بود میترسم در موقع مرگم وقتی که میخواهند مرا در کفن بگذارند باز وقایع امروز به خاطرت خطور نماید و در دل بگویی با آن همه شاتوشود کفنش نیز از خارج آمده است و لحاظ به اسم علاقه پدر و فرزند از تو خواهش مندم که این وصیت پدرت را فراموش مکن و مرا در همین عباب خاک بسپار و مطمئن باش که دلشاد به خاک خواهم رفت که در این عبای وفاپرور قدیمی خودم که با کلک شطرهای خاک ایران که در دشت و بیابانهای بی آب و علف این مرز و بوم باستانی چریده اند و خار این سرزمین مقدس را نشخار کرده اند ساخته شده است در منزل جاودانی خواهم خوابید این را فرمودند و لحاف را به روی سر کشیده چراغ را خاموش کردند از اتاق بیرون آمدم و به ساعت نگاه کردم ساعت یازده و سیزده دقیقه از ظهر گذشته یعنی چهل و هفت دقیقه به نیمه شب باقی بود قبل از آنکه که بخوابم وقایع روز را به رسم گزارش از روی یادداشتهایی که مرتبا برداشته بودم به روی کاغذ آوردم و همین گزارش است که اکنون افتخارم تقدیم می دارد. دست زدیم و مرحبا گفتیم و به پیشنهاد رئیس یعنی خود بنده بنا شد کمیسیون برای عقص تصمیم نهایی تشکیل بیابد و حکم نهایی را صادر نماید که از آقایان میهنخواه و زلفونون کدام یک شرط را باختند و باید مهمانی دست جمعی را بدهند. میهنخواه اجازه نوت خواست و گفت این تشریفات زاید است باختم و به شرایط شرط بندی عمل خواهم کرد ولی موقع را قنیمت شمرده دلم میخواد یک مطلب را به عرضتان برسانم خیال دارم خوب جلوی تندرایم و میهمانی شایانی راه بیندازم ولو هر قدر برایم گران تمام شود در مقابل درس عبرت گرانبهایی که به من دادید ارزان خواهد بود مثل این است که خواب بودم و بیدار شدم از یکایک شما و حتی از این آقای دکتر میهن که یک شبانه روز عمر را بر من تلخ و نفسم را تنگ کرد قلبا سپاس گذارم درس خوبی بود و آخر عمری چه چیزها که بر من مکشوف نگردید همه شادباش گفتیم و میخواستم که زنگ ریاست را به صدا درآورده پایان جلسه را اعلام نمایم که زلفرون برپا خواسته اجازه نوت خواست خطاب به میهنخواه با صدای آرام و کلمات شمرده گفت حقا که روز مبارکی است تهنیت میگویم که چشمت باز شده است و از این پس وطنی را دوست خواهی داشت که حقیقتا وطن توست تا به حال وطنی را میپرستیدی که آفریده پندار فریبنده و بی پایه تو بود و در واقع بوتی بود که خود تراشیده بودی و مانند آب جاری و سایه روان نقش پذیر عشق و گذاری نبود در صورتی که از امروز به بعد عاشق و اخلاص مند زنده و جانداری خواهی بود که چون مقرون به حقیقت است برایت میسر و مقدور خواهد بود که خاک درگاهش را سرمه دیدگان قرار دهی و سر به آستان مبارکش بسایی و از جان و دل خدمتگزار صادق و مخلص باشی انشاءالله که مبارک است اینک دیگر باید در تدارک سور و سرور یاران باشی که شکم ها را صابون زده و گناه دارد زیاد منتظرشان بگذاری مرداد 1338 هجری شمسی داستان ششم میرزا خطات حافظه انسان حکم موزه ای را دارد که تعدادی انگوش شمار اشخاصی مانند مجسمه سنگی در آنجا تا آخر عمر پابرجا و استوار به جا میمانند در صورتی که هزاران نفر دیگر مانند تماشاچی بیکار و بینامونشان می آیند و می روند و اثری از آنها باقی نمی ماند. در موزه حافظه من میرزا خطات یکی از این مجسمه های پابرجاست که از ایام طفولیت من در آنجا داخل شده و تا به این سن و سال که رسیدم هرگز جابجا نشده است و یقین دارم تا آخر عمر سینه تفسای این موزه بیریای خراب و فرسوده خواهد بود در بچگی به مرض زردیون یرقان گرفتار شدم تن و بدنم مثل زردچوب زرد شد گردنبند زردیون یعنی کهربا هم به گردنم انداختند و سمری نبخشید طبیب خانوادگی ما حکیم باشی قدیم ریشدار و لباد پوشی بود از اهل اصفهان که نشسته تبابت می کرد و منزلش در سرچشمه بود و باید با واگن اسبی به محکمه اش رفت. مادرم هر هفته دو بار سیصد دینار برای رفتن و سیصد دینار برای برگشتن به من میداد و مرا نزد حکیم باشی میفرستاد. در همان مجلس اول مرض مرا تشخیص داد و نسخه نوشت و سپرد مبادا لب به هیچ میوه ای بزنی مادرم دواها را می خرید و اصرار تمام داشت که این علف های خشکیده و آلوده و این سمقای متعفن و بدمزه را تو حلق من طفل معصوم بکند و من نیز با نازهای شطوری و عشق ریزی های مفصل و با سر و صدای فراوان راه حلی گیر آورده بودم و تا هر روز مبلغی به جیب نمی زدم حاضر به خوردن این دواهای مرز انگیز نمی شدم. و چه بزها سر مادرم را شیر مالیده می گفتم خوردم و بعد در چاله می ریختم می پرسید در آن سن و سال این پول را به چه مصرفی می رسندی؟ گوش بدهید تا برای تان بگویم عشق مفرتی به آلبالو داشتم و هر روز که از نزد طبیب برمیگشتم پنج سیر آلبالوی عالی می خریدم و با یک مشت نمک در کنار حوزه امامزاده زید که سر راهم بود می نشستم و با دل فارغ آلبالوها را تا دانه آخر میخوردم و بعد مثل بچه آدم با صورت حق به جانب به منزل برمیگشتم. می گشتم. اوزا به همین قرار بود تا روزی نمیدانم به چه مناسبت یک نفر طبیب فرنگی به دیدن پدرم آمد و همین که مرا با آن رنگ و روی زرد و زعفرانی که تا سفیدی چشمم را گرفته بود دید سخت تعجب کرد و از طبیب و دوایم پرسید پدرم نسخه ها و دستورهای حکیماشی را برایش خواند بر تعجبش افسود و گفت این طفل با این دواها و دستورها مدتی است که بایستی مرده باشد چطور زنده مانده است و قدقن اکید کرد که دیگر این دواهای زهر ماری را به من ندهند و خودش برایم نسخه نوشت و از جمله سفارش نمود که هر روز میوه زیاد به خصوص آلبالو بخورم پدرم به صدا درآمد که طبیب سپرده است لب به میوه نزند گفت غلط کرده است و من با نوشته به شما زمانت میدهم که اگر به حرف من عمل کنید تا هفته دیگر کاملا شفا خواهد یافت از غذا حرفش درست درآمد و ضمنا بر من ثابت کردید که امامزاده زید معجزه کرده و همان آلبالوهایی که پنهانی در آنجا میخوردم میان جانم رسیده است باری در اثر بیماری سخت ضعیف و بیجان و ناتوان شده بودم همان طبیب فرنگی که حالا دیگر حرفش در نزد پدر و مادرم خیلی در رو داشت جدا سپرد که باید بیشتر هوای پاک و آزاد استنشاق کنم و بیشتر حرکت داشته باشم و اولین بار از زبان او کلمه عجیب ژیمناستیک به گوشم رسید و معلوم شد مقصودش ورزش فرنگی است و چنین ورزشی را برای من لازم و ضروری می شه مرد اما برای طفلی که از صبح تا شام در مدرسه زندانی بود تنها حرکتش تقریبا منحصر به همان پیمودن راه خانه و مدرسه بود ورزش و ژیمناستیک غیر مقدور بود چیزی که هست پدرم شنید که در یکی از مدارس جدید و تأسیس که در محله امامزاده یهیا واقع بود به شاگردها درس ژیمناستیک هم میدهند خوشحال شد و مرا بدان مدرسه فرستاد در همین مدرسه بود که با میرزا خطات آشنا شدم اسم واقعی او میرزا آبدین خان بود ولی چون بسیار خوشخط بود و علاوه بر درس فارسی و ژیمناستیک درس مشق هم میداد به میرزای خطات معروف شده بود کم کم یای اسمش هم به اصطلاح نحویون چون سقیل بوده افتاده بود و همان میرزا خطات خوانده میشد میرزا خطات آدم بسیار مخصوصی بود به عمرم آدمی با آن همه ادب و نزاکت ندیدم مردی بود تا بخواهید لاغر و ضعیف و بینهایت علیل و نحیف و تا آنجایی که در قوه تصور گنجد پاک و پاکیزه و مرتب و منظم به محض اینکه چشم آدم به او میافتاد زبانم لال امام زین العابدین بیمار را به خاطر میآورد صورت لاغر و محتابی و نحیف او با چشمهای تبدار و دماغ کشیده قلمی همیشه به قدری پاک و شسته بود که پنداری هر ساعتی یک بار در گوشه‌ای پنهان ریشش را میتراشد و سر و صورت را با صابون عطردار میشوید هرگز دیده نشده که از گرد و خاک و گل و لای که بازارشان آن همه در کوی و برزن ما رواج است کمترین اثری در لباس و کلاه و سر و وضع و حتی در روی کفشایش دیده شود ماهود پاکن ملوس جلداری در جیب شلوار داشت و همانطور که مؤمنین تسبیح به دستند اونی حتی سر کلاس درس هر ساعتی چند بار این ماهود پاکن را از جیب در می آورد و با دقت تمام مشغول گردگیری می گردید. افسوس که چنین آدم نازنینی علیل بود و مزاج درستی نداشت و کم کم به زور پرهیز وسواسی شده بود. از کوران یعنی جریان هوای آزاد و گرد و خاک و آب و دهان و صدها چیز دیگر به حد جنون واهمه داشت و وای به وقتی که در کلاس در صدد برمی آمدیم که تخت سیاه را پاک کنیم حسابی قیامت کبرا برپا می ساخت به یک نفر از شاگردها که قدش از دیگران بلندتر بود و سمت کارچاخ کن و متولی کلاس را پیدا کرده بود سپرده بود همیشه مراقب باشد که پیش از شروع به درس و وارد شدن او به کلاس تخت پاک شده شسته و روفته باشد و پنجره ها را باز گذاشته باشند که مباد و قبار گچ در فضا باقی مانده باشد. وای به حال شاگردی که دستش در دهان یا گوش و یا العیاز در سوراخ بینی میره. مانند دختر دلنازکی که در حضورش سر حیوان بیزبانی را ببرند به خود میلرزید و چشمایش را میبست و با دو دست اشاره می کرد که برو بیرون برو بیرون و تا دستت رو با صابون نشسته ای به کلاس بر نگرد و همونطور با چشم بسته با کلید کشوی خود که به زنجیر ساعتش بسته بود کشو را باز می کرد و دست مالی از آنجا درآورده به طرف شاگرد معصیتکار کار پرتاب می کرد درباره میکروب و مخاطرات غیرقابل تصور آنکه ممکن است خانواده ها را به خاک سیاه بنشاند و جامعه ای را از میان بردارد و به شهادت تاریخ تمدنی را مزمهل سازد حرفایی داشت که درست به صورت کنفرانس در می آمد. امان از آن وقتی که چشمش به مگس می افتاد و پنداری ازرائیل است که قلاب به دست برای قبض روحش آمده است. در یک آن کلاس درس صحرای کربلا میشد سراسیمه از کرسی درس پایین می آمد و در اقصای زاویه اتاق در گوشه دور پناهگاهی می جست و و رخ خود را به دیوار می و چشمها را میبست و به حال استیصال به کمک دو دست که مانند دو گوش فیل در فضا به حرکت در می آمد در صدد دور ساختن بلابر می آمد و آرام نمی آفد. مگر وقتی که پنجره ها را باز کرده تیاره مرگ را بیرون رانده باشیم جلیقه های پشمی و پنبهی متعدد داشت از نازک و نیمدار و کلوفت که به نسبت سردی و گرمی هوا و درجه حرارت می پوشید به طوری که هرگز بی دیده نمی شد وقتی پشت میز درس می نشست اول از جیب های متعدد خود قوطی های دوایش را از حب و گرد و قرص و کپسول گرفته تا دواهای خودمانی مانند گز علفی و سمق عربی و خاک شیرازی و شیرخشت و قیره همه را درآورده مرتب در حاشیه میز میچی و گیلاس و شیشه آب مقطر را هم از کشو و در می آورد و پهلوی آنها می خوزشت. و هر چند دقیقه به چند دقیقه یک بار به ساعت نوره جیبی ماکبی که از انگلستان برایش آورده بودم و در آن زمان خیلی مرغوب بود با کلید کوچک درازی به شکل یک دانه کبریت در موقع غروب آفتاب که ساعت دوازده را نشان میداد کوک می کردم و به اصطلاح دست کوک بود توی پرانتز وقتی می گفتن یک ساعت از دست گذشته مقصودشان این بود یک ساعت بعد از دوازده و از غروب یک ساعت گذشته و به قیتان سیاهی که به دور گردن آویخته بسته بود از جیب جلیقه بیرون می آورد و باز میکرد و درست سر دقیقه یکی از آن دواها را با اخ متخم تمام در چاله گلو انداخت و یکی دو جرعه آب به روی آن می و با دستمال نظیفی پوز و دهان را پاک میکرد و آنگاه الحمدلله را بالعالمین تحویل داده از نو به درس میپرداخت چون صحبت از دستمال به میان آمد باید دانست که دستمال های میرزا خطات هم برای خود داستانی بود. هر کاری دستمال مخصوصی داشت و هر یک را میرزا در پاکت مخصوصی جا میداد که ما شاگردها خوب میشناختیم برای پاک کردن گوشه چشم ابریشمی سفید بود و در پاکت کوچک خشتی شکلی در جوف کیف بغلی جا داشت. دستمال دهان پاک کن از تنظیب نباتی رنگ بود و را همیشه از جیب بغل لبادش بیرون می آورد. دستمال دماغگیری دستمال بزرگی بود یزدی که در جیب طرف راست شلوار خوابیده بود. برای آبدهان هاشیدار و آسمانی رنگ بود و جایش در جیب چپ شلوار بود. برای پاک کردن عرق دست و صورت دستمال بزرگی بود از ململ نازک که همیشه در موقع درس روی یک ورق کاغذ سفید در دم دستش بود. تازه از این دستمال ها گذشته مقداری هم پنبه و حتی دستمال های کاغذی که در آن تاریخ برای ما بچه ها خیلی تازگی داشت در جیب و بغلش بود و همه در مواقع مخصوص مورد استعمال قرار می گرفت. اولین بار کلمه کوران را که در ایران هیچ سابقه نداشت و کسی را از آن بیمهراس نبود از زبان او شنیدم. کوران دشمن جانش بود. و همانطور که بچه ها را از شیطان و جن و پری و افاریت و لولو و خورخور می ترسانند نیز ما را از این کوران لعنتی می ترسانید. مثل اغلب ما مردم این سرزمین بلاخیز به تصور و یا به حقیقت مبتلا به امراض گوناگون بود هرچند هنوز جوان بود تپش قلب چنان آزارش میداد که به زحمت از پله ها بالا و پایین میرفت فشار خون اذیتش میکرد زیغ نفس جانش را به لبش رسانده بود کلیش درست کار نمیکرد و معده نگو معدن عذاب بگو یبوست مزمن که ارث اجدادی بود دنیا را در نظرش تیره و تار ساخته بود و بچه های بدزاد این بیت معروف را در حقش کوک میکردند که بی ادبی می شود ای سند سباز حسرتت مرد آخر بدرا نخواهمت خورد حالا این دردها رو داشت به جای خود اما مانند بسیاری از هموطنان خودمان به مرض ملی دیگری هم گرفتار بود که درد سرش آید دیگران می گردید و عبارت بود از رقبتی که به شمردن و تشریح علتها و امراض بیشمار خود داشت. زیرنویس الان به خاطرم آمد که انگلیس ها وقتی کسی به رسم احوال برسی از آنها بپرسد هاواریو یعنی احوالتان چطور است؟ بدون خلاف جواب می دهند very well یعنی بسیار خوب در صورتی که ما ایرانیان چرا که فرنگی ها هم تو کوک من می روند به محض اینکه به هم می رسیم تو مار درد دل را باز می کنیم و از معده و کلیه و قلب و غیره بنای نالیدن را میگذاریم. گذاریم دنبالی این آدمی که به قایت مبادی آداب و تشریفاتی و با حیا بود و هرگز یک کلمه حرف سبک از دانش بیرون نمی آمد. وقتی صحبت از حال مزاجی و صحت و سلامتی به میان می آمد، حاضر بود یک ساعت تمام با آب و تاب هر چه تمام تر و با ذکر تمام جزئیات برای شما از امراض خود و تقود و چشم همه روشن از کرم معده و امتلاع معده و اسهال و شکم روش و انواع هایی که خورده و چندین دست عمل معده برایتان داستانهای گایت نماید و بی پرده و بی هیچ رودر بایستی از ضعف اعصاب و بیخوابی و نفخ معده و باد فتح و حتی ضعف قوه باه و اخراج ری هزار درد دل به میان بیاورد چنانکه گویی هر شنونده ای طبیب معالج و محرم رازهای نهان او می باشد. بیچاره همیشه مقداری پنبه در از شپانیده بود و دستکش هرگز از دستش بیرون نمیرفت و از ترس میکروب دست به سیاه و سفید آشنا نمیساخت سالها بود که مزه مقداری از خوراکهایی را که آدمهای صحیح و سالم با یک دنیا لذت و شهوت میخورند نچشیده بود و اسمشان را نمیخواست به زبان بیاورد اسم سیگار را در حضورش نمیشد برد مشروب که جای خود را داشت و در نظرش دشمن نمره یک نوع بشر به شمار می آمد. از نمک و فلفل و ترشیالات و این قبیل چیزها همونطور که شیدن از بسم الله فراری از گریزان بود. چای را خیلی کم رنگ می خورد و آن هم با ساخارین که همیشه یک قوطی از آن را مانند انفیدان همراه داشت. علاوه بر ساخارین قوطی های آسپرین و قرص های دکتر راس هم با او سیغه برادری بسته بودند. خلاصان که چنین آدمی که از یک طرف یک مریضخانه درد بود و درست حسابی جعبه هزار پیشه که حفظ و شده بود ولی از طرف دیگر واقعا مجسمه تام و تمام ادب و انسانیت بود نه تنها به ما یک بر بچه بدزات و شیطان و بیادب درس و مشق میداد بلکه شما را به خدا باور نمایید و تعجب نکنید معلم ورزش و مربی ژیمناستیک مدرسه هم بود اول خوب است در باب طرز درس دادن چند کلمه برایتان حکایت نمایم تدریس الفا را به وسیله اشاره به نقطه خیلی آسان کرده بود و مثلا می گفت بدانید که در میان تمام حروف تنها دو حرف است که یک نقطه در زیر دارد و آن دو حرف یکی ب است و دیگری جیم چیزی که هست حرف ب دندانه و حرف جیم کلاه دارد حالا وقتی می خطی را بخوانید درست بخوانید درست نگاه کنید اگر نقطه ای در زیر بود و دندانه داشت یقین بدانید که ب است و اگر کلاه داشت جیم است به همین ترتیب حروف دیگر را هم بر حسب نقطه دست دسته کرده بود و فرمول ها و قواعد ممیزه ای درست کرده بود که به آسانی در حافظه می ماند و کار قرائت حروف را آسان می ساخت. همین که طفل حروف الف را یاد گرفته بود، آن وقت می گفت بدانید که حروف همانند ما آدم ها داره ای مشخصاتی هستند و همانطور که بعضی مردم سیاه و کاکاسیا هستند و بعضی دیگر سفید پوست مثل خودمان می باشند حروف الف با هم بر دو دستند یک دسته که عبارت است تنها از هفت حرف یعنی الف دال ز ر ژ واو مثل واگنهایی هایی که در کوچه های شهرها می بینید زیرنویس در آن تاریخ واگنهای های اسبی در تهران وسیله حمل و نقل مردم بود و هنوز برچیده نشده بود دنباله مد اسب حروف را فقط از جلو می توان به آنها بست در صورتی که از عقب هیچ حرفی را نمی توان به آنها بست همچنان که به عقب واگن هم هیچ اسب یا چیز دیگری نمی بندن. کم کم رسیده بودیم به درس املا معتقد بود تمام کلماتی را که دارای حرف ز، زال، زاد و زین است می توان همه را یک دست با حروف ز و کلماتی را که دارای حروف سه مثل سه سنخت سین ساده است با سین و کلماتی را که دارای حروف ت تین با ت و کلماتی را که دارای حروف ه و ه دو چشم است با ه دو چشم و کلماتی را که دارای حروف قین و قاف است با قین نوشت و از این رو کار دیکته و املا برای ما خیلی آسان شده بود و وقتی وضع و حال خودمان را با شاگردهای مدارس دیگر مقایسه می کردیم می گفتیم خدا پدر میرزا خطات را رحمت کند به خصوص که دستورهای دیگر هم داده بود و از آن جمله سپرده بود که هر جا بعد از حرف خ واو می آید مثل خواهر خواستن خواهش و غیره واو را بیاندازیم و خ الف هره خواهر خ الف سینت خواستن خ هشین خواهش بنویسیم و از این گذشته بسیاری از کلماتی را هم که عموما سر هم و پیوسته می نویسم مثل می نشستم یا نمی نشستم و امثال آن را به صورت می نشستم با میم جدا و نه می نشستم نونوه می جدا می و چه در خواندن این نوع کلمات و چه در نوشتن آنها کارمان خیلی آسانتر شده بود افسوس که در همان اوقات پسرموی پدرم که چون از خانواده از چندتن ملای با علم بیرون آمده بودند خودش را عالم و حامی علم می دانست. از اسفهان به قصد مشهد حضرت رضا به تهران آمد به رسم ابراز علاقمندی و محبت از درس و مشق می پرسید و وقتی دید که کلمات را بر طبق اصول جدید میرزا خطات نوشته هم چنان آشفته و خشمناک گردید که گویی زبانم بریده کسی در خانه کبه شراب با کباب گوشت خوی خورده باشد به خود پیچید و قرید و هزار دشنام به مدارس جدید داد و معلم را احزار فرمود هرگز روزی را که این دو نفر در اتاق پنج دری خانه ما روبرو شدند فراموش نخواهم کرد واقعا دیدنی بود حضرت آقا مثل پاپ اعظم تکیه بر مخده جلال زده قلیان به زیر لب و عینک شاخی چشم به چشم در مقام بازخواست برآمدم میرزا خطات با آن لباده بلند دست به سینه در بغل در اتاق ایستاده بود در حالی که سرش را به طرف شانه چپ خم کرده بود معلوم بوده از دود قلیان که در اتاق پیچیده سخت ناراحت است پس از سلام و تعارف مختصری حضرت آقا بنای خطاب و اطاب را نهاده پرسیدند آیا راست است که سرکار این نوع رسم خط را به این بچه آموخته اید؟ بله حضرت آقا صحیح است بسیار کار غلطی است و حکم بدعت در دین را دارد حضرت آقا بنده حق جسارت ندارم ولی خط چه ربطی به دین و مذهب دارد یعنی اگر اسم مرا که صدر است بر حسب این خطی که سرکار خودتان در آورده اید و بدفال مسلمان یاد می دهید صدر باسین بنویسید و با درخت صدر و کافور که در دهان اموات در موقع کفن و دفن می گذارند اشتباه بشود بغیری جنابالی هیچ عیبی ندارد حضرت آقا خود جناب مستطاب عالی کلمه شیر را ام از اینکه شیر آبنبار باشد یا شیر جنگل یا شیر ماده گاو که با چای میل میفرمایید به یک شکل می و هرگز مورد اشتباه واقع نگردیده است و مطمئن باشید که وقتی بنویسید آقای صدر از اصفهان تشریف آورده و یک کیسه صدر همراه دارند هیچ اشتباهی رخ نخواهد داد به شنیدن این سخنان حضرت آقا یک سره از جا در رفت آتش گرفت دیگ غضبش به جوش آمد چشمانگیش در پشت آن عینک کزایی از هدقه بیرون آمد و فریادش بلند شد که چطور ربطی به دین و مذهب ندارد اگر با احادیث و اخبار سر و کار داشتی میفهمیدی که این حروف الفبایی که جنابالی قلم خط بطلان بر مقداری از آنها کشیده اید چه قدر و مقامی دارد و در نزد خدا و پیغمبرانش تابد چه درجه مورد احترام است اگر ایامی از عمر را صرف مطالعه در کتب علمی و دین کرده بودید بر شما معلوم شده بود که حتی حرف لام الف که لابد در نظر شما حرفی است مرکب از لام و الف و تصور میفرمایید حذف آن از الف با کار آسانی است چه تاریخ و گذشته ای دارد خودم در کتاب های معتبر خانده ام که از ابوذر قفاری روایت آبده است که وقتی منکر این حرف گردید حضرت ختمی مرتبت علیه تهیت و سنا چنان قذبناک گردید که چشمان مبارک سرخ شد و فرمود ای ابازر قسم به آن که مرا پیغمبر به حق مبعوز کرد که خداوند و آدم نفرستاد مگر بیست و نه حرف عرض کردم آیا لاملف جزء آن حروف نیست؟ فرمود لاملف حرف واود است و خداوند آن را در صفحه مخصوصی به آدم فرستاد و با آن هفتاد هزار ملائکه بودند و هر کس با لاملف مخالف باشد و آنچه خداوند به من فرستاده کافر شده است و هر کس لاملف را به شمار نیاورد از من بری و بیزار است و من هم از او بیزارم و هر کس ایمان به حروف که به عده بیست و نه است نیاورد هیچ وقت از آتش بیرون نخواهد شد بیچار میرزا خطاد در مقابل این بیانات تشددامیز به کلی دست و پا را گم کرد و دود قلیان هم گیجش ساخته یک سر خود را باخت و با لکنت زبان در صدد برآمد که از زیر بار پالهنگ کفر و زندقه بیرون آید گفت از سخ الله خدا رو یک کسی را سیاه کند که معتقد به اخبار و روایات نباشد هرگز این خبر به گوشم نرسیده بود و الا حضرت آقا به شنیدن این بیانات انابت آمیز قدری به خدا آمد فرمود بر مردم عوام بحثی نیست این روایت را رو من خودم شخصا در کتاب خزانت الادب شیخ عبدالقادر بغدادی دیدم و در نهایت اعتبار است اگر بنا شود ما عرض می شود را اینطور که شما به این کودکان معصومی آمیزید عرض می شود با الف بنویسیم مسلمانان بیچاره از کجا خواهند فهمید که این کلمه ارز عربی است و از زبان عربی به زبان ما آمده است؟ میرزا خطاد گفت: معذرت میطلبم، اشتباه کرده بودم. تصور کرده بودم که مقصود ادای مرام و مقصود است و اکثریت مطلق مردم، حتی مردم باسواد، و اصل و ریشه ی الفاظ کاری ندارند و همین قدر که بتوانند مطالب ساده خودشان را با رسم الخط آسانتری بنویسند شکر خداوند را به جا می آورند. مگر از مردم فرانسه که همه با و اهل خط و ربطند بپرسید اصل و ریشه فلان کلمه فرانسوی که لاتینی از چیست می دانند. اده معدودی از علما و فضلا و اهل لسان به این قبیل مسائل علاق مندن و آنها به وسیله درس و کتاب آسانی می توانند بفهمند که اصل و ریشه کلمات از چه قرار است. ما بقیه مردم علاقه ای به این چیزها ندارند و این چیزها برای آنها نفع و فایده ای ندارد. حضرت آقا در میان کلامش پرید و با همان لحجه امر و نهی تخصص به خودشان داشت فرمودند فراموش نکن که تو مردی هستی عوام و چیز نفهم و در مقابل علما حق اظهار عقیده آن هم این قبیل عقاید سخیف و زاله را نداری و نمیدانی این نوع بدعت ها که شما مردم جاهل اسمان را اصلاح گذاشته اید متضمن چه مذرات بزرگ و مخاطرات عظیمه می باشد اصلا چرا ایستاده اید؟ چرا نمی نشینید؟ بیچار میرزا داد که هر فرشی را به استثناء فرش اتاق مخصوص منزل خودشان یک قطعه میکروب می دانست چشمش را به زمین مفروش اتاق دوخته و همانطور که سراپا ایستاده بود از تغفر الله و سبحان الله تحویل میداد و تنها من چون او را می شناختم و از وسواسش خبردار بودم میدانستم که اگر شاه رگش را بزنند روی چنین پرچهایی زانو نخواهد زد حضرت آقا عبا و امتناع او را علامت احترام و تعظیم پنداشته با لحن ملایمتری فرمودند می بینم به این بچه یاد داده اید که های جمع را از کلمه جدا بنویسد و کتاب ها با های پیوسته را به صورت کتاب ها با های جدا نوشته است مگر نمیدانی که ها جمع به خودی خود معنایی ندارد و لحاظا باید آن را ملحق به کلمه نوشت میرزا خطاد که اندکی ترس و لرزش ریخته بود گفت والا حضرت آقا تقصیر من نیست یک نفر از دوستانم که سالها در فرنگ تحصیل کرده بیفهم و اطلاع نیست میگفت در ممالک خارجی مترقی هم کم کم دارن رسم خطشان را آسانتر و ساده تر می کنند و مثلا می گفت که چند سال پیش در اسپانیا حرف ف را گاهی با ف و زمانی با پی اچ ها که صدای ف داشت می نوشتند ولی بعد رسما مقرر گردید که پی اچ را از میان بردارم و تمام کلماتی را که ف دارد به وسیله همان اف ساده بنویسم و همینطور هم شد و آسمان به زمین نیامد و زحمت بچه ها در مدرسه کمتر گردید اما در باب های جمع هم باید به ارزالی برسانم که در تمام زبان های فرنگی در کتاب هایی که هزارها و کرورها هر سال به چاپ میرسد علامت جمع را در کلمات جدا می نویسند ولی اون که در کتابت هم ملحق بنویسند. کوری خشم و غضب آقا باز بنای زبان کشیدن را گذاشت شراری تنفر و انزجار خاطر از تمام ذرات وجودش به آسمان رفت اربده کشید که این مدرسه ها معلم خانه ها مرکز فسخ و فجور است همه را آتش میزنم وزارت معارف را به خون خواهم کشید از عطبات عالیات فتوا خواهم گرفت تمام این مسلحین خیدندیش را به دیار عدم خواهم فرستاد من تفلک بیچاره درن کنار ایستاده و مات و متحیر بودم این مردی که خطش مثل خط جن بود و احدی نمیتوانست بخواند و پدرم میگفت کاغذهایش پر از اقلات املایی و انشایی است چرا اینطور حامی خط و ربط از آب درآمده است از بس فریاد کشید نزدیک بود کر بشوم وقتی به خدا آمدم و به اطراف نگریستم معلوم شد میرزا خطاتم تا به تحمل آن همه باد و بروت را نداشته جا خالی کرده و لابد برای تطهیر وجود از آن همه میکروب تعصب به منزل خود برگشته است میترسیدم حضرت آقا پس از آن همه تهدید و تشدد در صدد آزار و اذیت این مرد سلیمان و نفس برگد ولی همین که شب فرا رسید سفره چیده شد و پلوی شبت باقالا به میان آمد تمام آن خط و نشان ها دور شد و با بخار برنج به هوا رفت و بنده هم از فردا به همان مدرسه برگشتم و نزد همان معلم به درس و مشق مشغول گردیدم و هیچ دستگیرم نشد که حضرت آقا چرا انقدر هرس خوردم و بدحرفی کردم و میرزا خطات را که افتاده ترین مخلوق خدا بود آنطور تحقیر فرمودن حالا دو کلمه هم از عاقبت کار این مرد نازنین بشنوید هر روز دوبار و هر بار ده دقیقه به ما درس ژیمناستیک میداد به این معنی که خودش در حیات مدرسه پشت به دیوار ایوان مدرسه می و با انگشت دست راست فرمان میداد و ما شاگردها در دنبال مشهدی نجفلی فردا جوان مدرسه با قدم سریع نظامی بنای دویدن را میگذاشتیم و به چپ و راست میچرخیدیم و ایست میکردیم و درجا میزدیم تا عرق از سر و صورتمان روان میشد و درس ورزش به پایان میرسید اما روزی بنا به توصیه کارشناسان ورزشی بنا شد دستگاه را وسعت بدهند و بر جنبه علمی و فنی آن بیافزایند و خلاصه آنکه یک دستگاه تراپس هم در حیات مدرسه بگذارم روزی که تراپس را کار گذاشتم مدرسه جشن گرفت و اولیاء اطفال را هم دعوت کردم که بیایم و به چشم خود شاهد این ابتکار حیات بخش باشند. شربت و شیرینی خورده شد و صدای هورا با آسمان رفت و موقع هنرنمایی رسید و بنا شد خود میرزا خطات اولین کسی باشد که به شادکامی این روز فرخنده و جشن خجسته معجزات این آلت ورزش نوظهور را به هزار بن ما ولی افسوس که تا دستش بدان رسید فریادش بلند گردید و به زمین افتاد از هوش رفت و وقتی طبیب فرا رسید معلوم شد مهره استخوان بازوی راستش از کاسه مرفق بیرون افتاده با استخوان ترک برداشته و باید او را فورا به مریضخانه انتقال داد از آن روز به بعد من دیگر چهره محبوب میرزا خطات را ندیدم ولی با سالا به همان شیوه که او به ما آموخته بود چیز نوشتم و حالا که خودمانی سرری هم ندیدم و همش خیر بود خواهید گفت از برکت انفاس همین معلم بود که ماشاءالله ماشاءالله چشم بد دور اینطور با خط و ربط از آب در ای خواهم گفت اگر آن چرا نوشته ام پسندیده اید همینقدر برای طلب آمرزش در حق من کافی است و انشالله از معایب و نقاعص املا و انشا قمز عین خواهید فرمود ژنو آبان 1337 داستان امنیت شکم یک روز صبح که از منزل بیرون آمدم که سر کار بروم در کوچه متوجه عالم عجیبی گردیدم هر روز صبح شاهد و ناظر همین عوالم بودم ولی توجه نکرده بودم دیدم اغلب کسانی که مانند من از خانه بیرون آمده و در تلاش معاش به طرف کاروبارشان روانند داره قیافه ای گرفته و افسرده و غم هستند مردمانی را به خاطر می آورند که ماتم زده و عزادار باشند و از جانب عدلی برایشان احضاریه صادر شده باشد و با دلهوره و حراس و نگرانی به جانب دادگستری رهسپار باشند قدمشان کند و سنگین بود چنان که پنداشتی مانند زندانیان زنجیری به پایشان بستند هرچند بسیاری از آنها که هر روز همین راه را با هم می پیمودند با هم آشنا بودند و همدیگر را ولو تنها به رؤیت باشد می شناختند ولی به کلی بیگانه به نظر می رسیدن و کمترین اشاره ای که نشانه سابقه معرفتی باشد در میانشان رد و بدل نمیشد. به خاطر آمد در یک فیلمی که یکی از زندانهای دور یکی از ممالک اروپایی را نشان می دادن زندان حیات او را تنگی داشت در میان چهار دیوار آجوری بلند و یک نواختی که سر به آسمان میکشید و هر روز در ساعت معینی 20 دقیقه زندانیان را دایر وار در پشت سر هم ردیف می کردند و به اسم اینکه گردشی کرده نفسی بکشند در تحت مراقبت پاسبانان دو جم و تفنگ به دست در دور آن حیات گردش میدادند. دیدم راه رفتن و حرکات و سکنات و قیافه ی این کسانی هم که با من در کوچه روانند کاملا به همان زندانیان شباهت دارد چشمها را به زمین دوخته حال فکور و فکار راه می رفتند و هرچند به هم نزدیک بودند آشکار بود که در میان آنها فرسنگ ها فاصله است. یکی چنان تون می رفت که گویی می ترسد اگر دیر برسد نانش آجور بشود و دیگری چون تفلی که در نهایت بیمیلی به طرف دبستان برود به زور قدم بر می داشت و معلوم بود که دلش میخواهد هرگز به مقصد نرسد. پاری از آنها را کم و بیش می شناختم. مثلا این مردی که در طرف راست در دو قدمی من راه می رود آموزگار دبستان رازی است. یک زن دارد و دو دختر و یک پسر خردسال. سال. خانه مختصری از پدرش به او به ارث رسیده بود که دو سه ماه پیش مجبور شد بفروشد و حالا اجاره نشین است و خوب میدانم چه روزگار سیاهی دارد آن دیگری که در این هوای سرد سر برهن راه می رود در قهوه خونی فیشرابات کار می کند و عموما دامنه کارش می کشد به آن طرف های نصف شب به طوری که وقتی کارش تمام می شود به قدری پایش درد گرفته که پیاده رفتن زحمتش می دهد و به تمام معنی افتان و خیزان خودش را به منزل می رساند. آن دیگری که اندکی می در اداره قله کارمند است اخیرا چون طلب بقال سر گذر را نپرداخته بود با بقال کتککاری کردند و بقال بیمروت پایش را مجروح ساخت این تفلک ده دوازده ساله که معلوم از صورتش مدتی است رنگ آب و صابون ندیده آن طرف شهر در نزدیکی های خیابان عین و دوله شاگرد علاف است و روزی نیست که از دست استادش یک شکم کتک سیر نخورد و میتوان گفت تنها چیزی را که سیر میخورد همان کتک است با قاطوق فوش و دشنام چنین روندگان سست قدم و زندگان بیرمقی به امید آبنانی که چه بسا نمی رسد و یا به ناکامی میرسد و به هوای روزی مقرری که رزاق مرتبا نمی رساند در کوچه ها و پس کوچه ها روان و دوانند و چنانکه که گویی دسته را انداخته باشند دمش را گرفته دعاها و اورادی بر لب دارند که به خوبی از تشویش درونی آنها حکایت می کند و میتوان مجموعه مجموع آن را ارکستر یعس واقعی و توکل مصنوعی خواند. یکی بر محمد و آلش سلوات می فرستد. دیگری قله و الله می و به دور خود فوت می کند این یکی با قرائت تمام مشغول تلاوت ونیکاد است اندیگری دیگری به صدای بلند توکلتو و الله تحویل می دهد این مردک لاغرو با آن چهره بیمار صرف کنن اخوتوف به زمین می اندازد و چشمها را به آسمان دوخته خدایا خودم را به خودت سپردم می گوید. این دیگری با آن ریش جوگندمی بارلاها رزاق تویی می خاند. قافل از اینکه اگر چراغ بمیرد سبا چه غم دارد این یک به آهنگ تحکم میگوید خداوند و روزی ما را رو برسان در چشمهای آن دیگری که توف بر زمین میاندازد و لعنت بر شیطان میفرستد جرقی دیده می شود که با شراره قذب و اسیان و تخیان بیشباهت نیست از هر سو صدای خدا یا به امید تو پروردگار و امیدم تنها بسته به توست یا ارحم الراحمین بلند است جمله های بسیاری از قبیل الله خیر حافظ و هو ارحم الراحمین لا حول ولا قوت الا بالله یا خیر الحافظین یا حلال مشکلات یا مسبب الاسباب یا مفتح الافباب ناله است که از سینه مخلوقی برمیخیزد که خاطر جمع نیستند پس از غروب آفتاب و بستن دکان بتوانند با آب و نانی برای ایال اولاد به خانه های برگردند. این مرد را ببینید که در وسط کوچه مانند درویشان و نقالان با صدای بلند این اشعار را میخواند از در بخشندگی و بند نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا قسمت خود می خورند منعم روزی خود می برند و انقا آره خلاصه آنکه گذر پاچنار و خیابان دباغخانه و قورخانه که محل عبور ما بود درست به صورت امامزاده ای در می آمد که صدای دعا و زاری زوار و آواز ارباب درد و تیمار و نظر و نیاز با بانک زیارتنامه ها و قوقای زیارت شنوندگان در هم و بر هم در آن پیچیده و معبر عام را به صورت حمام زنانه و یا کندوی زنبوران درآورده باشد در میان این جماعت که از سر و صورت تمام آنها خواه بازاری و اداری ناامیدی و خستگی و دل سردی می بارید، یک فرد هم از آن فرنگی معابهای آب نکشیده دیده میشد که گمان می کنم در اداری گمرکات کار می کرد. خیلی متجدد و روشن فکر و به قول خودش مدرن بود و چون هوایی و مبهم حرفی به گوشش رسیده بود که بالچویک ها می گویند مذهب برای جامعه حکم تریاک را دارد خودش را بلا مذهبی زده بود و سعی داشت که به این صفت معروف کردد و لحظا وقت و بی وقت به دین و مذهب بد میگفت و در تظاهر به فسخ و تظاهر به زندقه مجاهد فی سبیل و الکفر بود و با دو دو تا چهار تا می شود انکار خدا و پیغمبر را میکرد و تنها از تفاوت فاحشی که در این زمینه با سایر مردم داشت دلخوشی برای خودش خلق کرده بود و مباهات داشت معروف بود در یک روز ماه رمضان طرفای های افتار ملتفت شده بود که در تمام روز چیزی نخورده است و برای اینکه به کس و کار و اطرافیان خود بفهماند که به این موهومات و خرافات پابند نیست پریده بود در حوز تا روزه اش لاعقل به دین مسیل باطل شود. اما همین آدم وقتی یک تا پسر پنج سال اش حسبه سختی گرفته بود و داشت میمرد خودم به چشم خود دیدم که در حرم امامزاده معصوم پنهانی شم روشن میکرد و زریح را گرفته اشک میریخت و حتی مچ او را هم چند مرتبه صبحها در این رفتن به ادارهش گرفتم که زیر لب به طوری که از رونده و آینده کسی نشنود میگفت خدایا به امید تو خلاصه آن که آن روز صبح دیدم که کوچه درست و حسابی به صورت دیوار ندبه یهودی ها در آمده بود و تمام آن اشخاص بلا اختیار دستخوش تشویش خاطر و حراس از اتفاق سوء غیر مترقبه بودند و خود من هم دست کمی از آنها نداشتم حالا خودتان حدس میزنید که چه قدر مایه تعجبم گردید وقتی در میان گروه آبرین کوچه یک نفر را دیدم که با قیافه بشاش و چشمهای خندان با قد افراشت شق و رق چون تازه دامادی که به هجله رود قدم های استوار بر داشت و سیمای آدم امیدوار داشت. باور نمی کردم و با دقت بیشتر متوجه او گردیدم. دیدم یک نوع اعتماد به نفس و سربلندی و سکون و تو معنینه ای در رفتار و کردارش پدیدار است. و آدمی را به خاطر می آورد که برای دست و پنجه نرم کردن با حریفی که با اطمینان خاطر خیلی از خود ضعیفتر می داند به کشتی گیری می رود و مطمئن است که به آسانی پشت او را به خاک می رساند ترگل و ورگل با سر وضع مرتب و آراسته و شلوار و اوتو خورده و کفش های باکس زده راه می رفت و انگار نه انگار که ما را می بیند و به دنیا و مافیا ها دارد ملتفت شدم که دیگران هم از تماشای این مرد در حیرتند و آنها نیز چون خود من در مقابل قضیه ای اسرارآمیز و معمایی رمزنگیز میبینند از سر معلوم بود که دارا نیست و معات و علوف ندارد و او هم مثل ما یک لاغبا و فرد ساده ی از افراد بیشمار سپاه توحیدستان و متوکلن علالله هاست پس چرا اینطور شکفته و خوشحال به نظر می رسد؟ در مقابل این همه افسردگی و پجمردگی این سرور خاطر و نزهت زمیر چه معنی دارد؟ فکر کردم شاید عقل درستی در دستگاهش نیست ولی هرچه با پژوهش بیشتری در وجلاتش دقیق شدم بر تعجب مفسود چون تمام آثار و علایمی که در سیما و خطوط چهره و نگاه و قدم برداشتنش دیدم همه دلیل بارزی بود بر اینکه نه تنها عقلش پارسنگ نمی برد بلکه از اغلب ماها عاقلتر و مبقرتر و طبیعی است از آن روز به بعد صبحها که به رسم معهود با او در راه مصادف و مواجه می شدم بیشتر در کیفیت احوالش باریک می شدم و عجبان که به مرور ایام دیدم که عده از اشخاص دیگر هم که با ما هم انان بودند متوجه این شخص هستند و از نگاه های کنج کابانه آنها معلوم بود که آنها نیز دلشان میخواهد از راز این مرد آگاه شوند و راهی برای حل این مشکل بیابند روزها و ماها میگذشت و هر روز صبح به استثناء روزهای جمعه و اعیاد با همان اشخاص در کوچه و خیابان روان بودیم خودم و دیگران را چون بوزهای گر و شپشکداری می دیدم و تنها همون یک نفر حالت قوچ تندرستی را داشت که با گردن افراشته و قدمهای مرتب و محکمی که هر دفعه که به زمین می رسید گفتی صدای اطمینان از آن بر خیزد در میان ما علم بود بدون آنکه از سر کارش سر به در بیاوریم کم کم کار کنجکاوی در میان خیلی روندگان شدت یافت و ساکت و بی صدا و ندا با حرکات و اشارات گوناگونی که در میان رد و بدل میشد شگفتی و حیرت زدگی خود را به یکدیگر می رسندیم. یکی دولب را قنچه کرده به جلو می آورد یعنی چیزی دستگیرم نمی شود. دیگری شانه ها را بالا می که به ما چه سومی چشم چپ را میبست و با سر حرکت خفیفی می کرد. یعنی یارو چیزیش میشه آن دیگری با انگشت مکرر به پیشانی میزد که پاید زنگ میبره وقتی نوبت به من می رسید اندکی دو بازو را به جلو آورده انگشتان دو دست را به طرف بالا می بردن. یعنی سر به در نمی آورم. اشاره های کج و چشم بستن ها و چشم, چشم گشودن های گناگون و به جلو آوردن و به عقب بردن لب و لوچه و مختلف و شکل سر و گردن و شانه و دست ها و انگشت ها که به راستی محتاج یک تفسیر کشاف و فرهنگ جامعه است مطالب و معانی و مزامین بسیار دیگری را میرسانید از قبیل ولش کن عرش و سیر میکنه تو دلش قنداب میکنن تو این دنیا نیست دلش میشنگه خواب خوش دیده خدا بیدیده با بس باز یکی میگفت گنج پیدا کرده دیگری یقین داشت که بوی ارس چاقی به دماغش رسیده جوانی که در راسته بازار دکان گیوه فروشی داشت با قسم و آیه میگفت یه دختر یه جوان خوش آب رنگ به چنگش افتاده کم براش کلفتی میکنه و هم هر کار دیگه ای. مرد سال خورده پرمدعایی که کلمات را باید با منقاش از لای دندانهای کرم خوردهش بیرون کشید معتقد بود که رئیس ادارهش مدتی مریض روبه قبل است و یارو منتظر بمیره و جاشو بگیره جوان دیگری که با هر کلمه حرف دو صرفه تحویل میداد یقین داشت که باید عشق در میون باشه از همه خوشمزه تر همسایه دیوار به دیوار بود که میگفت با حضرت خزر میانه داره خلاصه که عقاید و آرا بسیار بود و در اینجا بدانچه رفت قناعت می رود. کار به جایی کشید که کمتر کسی در میان آن گروه پیدا می شد که سرش در حساب نباشد و در این ادا و اطوار های مزهک و علامت دادن ها و اشارت رساندنها ها شریک و سهیم نباشد. روزی رسید که همه احساس کردیم که باید از مرحله اشاره قدم رو بالاتر نهاده وارد میدان عمل کردیم. با دو سه تن از یاران که در این امر تعصب و جدیت بیشتری به منصه ظهور رسانده بودند بنا را بر ملاقاتی نهادیم وقتی شامگاهان پس از بسته شدن دکانها و مغازه‌ها و ادارات در یکی از قهوه های گرم و نرم دور هم جمع شدیم و خستگی روز را با صرف دوسه سه پیاله پی, در پی چای داغ و شیرین از بدن بیرون ساختیم مطلب معهود را مطرح کردیم و گفتگوهای بسیار به میان آمد یک نفر از رفقا عقیده داشت باید یک نفر را به منزل آن شخص که اسمش را رسما و رأسا یارو گذاشته بودیم بفرستیم تا صاف و ساده قضیه را پی برده از خود او استفسار نماید اکثریت این رأی را نپسندیدند و گفتن از کجا که حاضر شود کسی را به این آسانی بپذیرد و آمدیم و پذیرو تازه از کجا که به سؤالهای او جواب صحیح بدهد دیگری گفت چطور است برای اینکه ته و توی کار را درآوریم و ببینیم زیر این کاسه چه نیم کاسه ای است و مطلب از کجا آب می خورد به بقال و چقال محله که لابد همه او را می و البته از مجاری احوال او بی خبر نیستند مراجعه نماییم اینجا هم اتفاق حاصل نگردید چون احتمال می رفت که آنها هم جز همان زواهر امر چیزی ندانند و باطن کار نهفته بماند و تیرمان به سنگ بخورد. آقبت پس از دو ساعت و نیم مذاکره و مباحثه و مشاوره و از شما چه پنهان مشاجره بنا رو بر این نهادیم که در منزل یکی از یاران به هر عنوانی شده مجلسی فراهم سازیم و یارو رو هم دعوت کنیم و همین که در خوردنها و نوشیدنها و اکل و شرب دوستانه دیگه آشنایی و رفاقت حرارتی پیدا کرد و جوشکی در میان حاصل کردید مطلب را صاف و پوست کنده با خودش در میان بگذارید بل اتفاق قبول شد و باز به مبارک باد چنین توفیقی چای سفارش دادیم اما در اینجا نیست باز سر گاو در خمره گیر کرد معلوم نبود به چه عنوانی باید از یارو دعوت به آید یکی گفت میگوییم مسافر از سفر برگشته و بلیمه میدهد دیگری گفت میگی مجلس عزاست من گفتم چرا نه عروسی و بالاخره بنا شد بگو این جلسه انجمن بلدی محله است و اهل محل او را هم انتخاب کردهاند و باید برای مباحثه در مطلب مهمی که به محله و اهل محله ارتباط دارد حضور به هم رساند رأی خوبی بود و بالاتفاق قبول شد و دعوت و احضار اعضای انجمن را به من محول داشتم. با فوتوفنی که در این قبیل امور آموخته و تجربیات مفصلی که داشتم خوب از عهده برآمدم و دو هفته بعد صبح روز جمعه درست در ساعت ده و نیم توی پرانتز با نیم ساعتی پس و پیش که در مملکت ما مرسوم است پرانتز بسته رفقا و از آن جمله شخص شخیص یارو در بند منزل حضور به هم رساندند این جلسه انجمن برای شخص من قدری گران تمام شد قسمت معتنابهی از حقوق اداری آن ماه من صرف این کار شد اشخاصی از اهل محل که مرا جز در حمام ندیده بودند و رنگ خانه مرا نمی شناختند شکمی از عذا در آوردند یا رو هم با همان قیافه بشاش و مسرت خاطر و بهشت زمیر کوتاهی نکرد و از دیگران عقب نماند علف خرس بود و خدا رسانده بود و حلال دانستند و اهدی مراعات حال صاحبخانه را شرط همجواری و سلام و علیک نشمرده نوش جانشان باد به خصوص که سرانجام مقصود به عمل آمد و کلید حل معما را به دست آوردیم تفصیل قضیه آنکه وقتی قوری خالی و سیگارها تا دانه آخر دود شد به هوا رفت و از جعبه گز جز مقداری آرد در ظرف شیرینی خوری و از باغلوا به جز خاطره شیرینی در یاد دوستان باقی نماند یک نفر از حضار گفت امروز به راستی روز مبارکی است و با اهل محل که جز در کوچه همدیگر را نمیدیدیم دور هم جمعیم و چه خوشتر که قدر بیشتر با هم آشنا بشیم صدای البته البته, البته از هر سو برخواست و من که میزبان مهربان بودم معمور معرفی میهمانان به یکدیگر کردیدم. اطلاعاتم درباره رفقا و کاروبار و اوضاع و احوالشان بسیار ناقص و ناکافی بود و خودشان بی مزایقه تکمیل آن را به عهده شناختند و حقا که خوب از عهده برآمدند. نوبت به یارو رسید گفت اما بنده شما جواد که دوستان دلشاد آقا می عضو اداری انحصار تریاک پدر و مادرم در سفری که پس از جنگ اول به کربلا رفتند هر دو مبتلا به مرض گریپ معروف به اسپانیولی شدند و در همانجا مدفونند و این خانه که در اون نشستم از اونها به من رسیده و هنوز مجردم و برای مزاوجت تصمیمی نگرفتم و پیرزنی به نام ننه صدیقه که سی و سال است در خانه ما خدمت می کند و پدر و مادرم با اون علاقمند بودند کار خونه و خوراک و شستشو و رفت و روب رو اداره میکنه و راحتم و راضی و شاکر منتظرم ببینم دست تقدیر در دفتر سرنوشتم چه نوشته این بیانات مختصر و مفید در واقع توضیح واضحات بود و کمکی به حل مشکل ما ننمود و درد ما را دوانه کرد و به قول آخوندها دلمان میخواست بگوییم باز هم ما را مستفیز بفرمایید ولی صدا از اهدی بیرون نیامد و همینقدر دیدم چشما همه به من دوخته شده است فهمیدم منتظرن که سوال واقعی را که اصل مطلب و یک تا موضوع اساسی است من به میان بیاورم کار آسانی نبود و سیاست دیپلماسی آمیخته با پختگی و حزم و تدبیر و نزاکت لازم می آمد و بدبختان این متا در بازار ما کمیاب و کمیت من در این میدان لنگ بود ولی دیدم اگر ساکت بمانم و مسئله لاینحل بماند دور نیست این مجلس به هم بخورد و جلسه انجمن تق و از هم بباشد و یاران با شکمهای انباشته متفرق شده در پی کار خود بروند بدون آنکه از اندیشه بودجه متزلزل میزبانشان قبار ملالی بر زمیر منیرشان بنشیند و از همه بدتر بیم آن میرفت که باز به اسم اینکه هر چند جلسه اول انجمن بی نتیجه ماند ولی خوب برگزار شد باز من روسیا به اتفاق آرا مأمور تدارک جلسه دوم توی پرانتز آن هم باز در بند منزل که زیر دندانشان مزه کرده بود پرانتز بسته بفرمایند از این رو باداباد گفته دندان به روی جگر گذاشتم و بی مقدمه خطاب به جناب دلشاد آقا گفتم ما از آشنایی با سرکار خیلی خوشوقتیم و تأصف داریم که به قول شاعر بی ای نگو که من و یار چون دو چشم همسایه و خانه هم را ندیده ایم الحمدلله که امروز جبران شد این روز را باید مبارک شمرد که وسایل آشنایی و تجلیل و دوستی را در میان آقایان محترمی که در این مجلس حاضرند فراهم ساخت خدا بخواهد دامنه دراز داشته باشد من شخصا از آشنایی با سرکار بی نهایت خوشبختم و یقین دارم دوستان دیگر هم مانند من شادی ها می کنند به خصوص که ما شما را همیشه خوش و خندان و بشاش و مانند اسمی که دوستانتان به استحقاق به سرکار دادند واقعا دلشاد میبینیم و همین رؤیت و مشاهده شما و مسرت شما ما را نیز شادمان و مسرور میسازد چیزی که هست برای همه ما که مانند اکثر اهل این آب و خاک عموما چون مردم ازادار و ماتم زده و مقروز با تلاش معاش دست به گریبانیم و عموما هشتمان در گروه نو هست و غالبا ابوسن قمتیرا هستیم و لبمان کمتر رنگ خنده می بیند و چه بسا خوشی های هم بوی نا می دهد ما یه تعجب است وقتی می بینیم یک نفر در میان ما پیدا شده که غم و غصه ای ندارد و از بیم امروز و حراس و دلهوره فردا در امان است و روی هم رفته آسوده و آرام و سعادتمند به نظر می رسد از شما چه پنهان این مسئله برای ما حکم معمایی را پیدا کرده و بی نهایت بغرند شده است و هرچه فکر می کنیم که کلید این رمز را به دست بیاوریم فکرمان به جایی نمیرسد حالا چقدر خوب می شد که خودتان برای استرزای خاطر دوستان و به مبارک بادی چنین روز مسعودی این مشکل را حل می کردید. قاه قاه بنای خنده را گذاشت و گفت پس این همه تشریفات برای این بوده تعجب کرده بودم کسی به فکر رفاه و آبادی محله داده باشه هزار گوش به زنگ به دور او حلقه زدند صداها خاموش کردی بالاخره پس از ماها داشتیم به آرزوی خود می رسیدیم دل شدقا گفت پس بذاری سیگار یاتش بزنم تا سیگار کشان این راز نهان و سر کلان رو براتون مکشوف بکنم پس پی در پی چند پک محکم به سیگار زد و گفت آقایون سر این کار اینه که من دخلم اندکی بیشتر از خرجمه و هر ماه به استثنای ماه فروردین که عید نوروز مخارجی اضافی با خود میاره و ماه رمضان که عموما چند روزی به زیارت حضرت معصومه میرم و یک ماه تابستون که برای نوشیدن آب خنک سری به شمرون میزنم میتونم مبلغ مختصری به عنوان پسنداز و اندوخته به کنار بذارم و همین اندوختهی که دارم اسباب قوت قلب منه و سر شادی و معمای خوشی و حتی کلید تندرستی جسمی و روحی من همینه و بس حالا میتونم راست راه برم و از وقتی که راست راه میرم دلم میخواد حرفم هم راست باشه و چون دلم قرصه که هرچه پیش آید چند ماهی میتونم روی پای خود بیستم خیالم هم قرص شده و حس میکنم که گردنم هر روز شقتر میشه و از زندگی نمیترسم آوازی از میان جمع بلند شد بر احوال آن کس به باید گریست که داخلش با بد نوزده خرج بیست و مجلس پایان یافت ژنو نوروز 1339